ظهر یکشنبه‌تون بخیر بینندگان عزیز شوی پرچونه. بالاخره من از خواب بیدار شدم و اومدم. نه شوخی میکنم. برنامه شوی پرچونه به دلایل داخلی تلویزیون یک ساعت عقب افتاده. از این به بعد ما برنامه‌مون رو ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شروع میکنیم که دیگه خودتون جای دیگر رو خودتون تبدیل ساعت شو لطف کنین و اپلای بکنین. 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پرچونه روزهای یک شنبه ظهر، ضمناً سه شنبه شب ها هم 9 شب باز به وقت لس آنجلس ما در خدمت شما هستیم و بنده چرندیات خودم رو میگم، شما وقت خودتون رو با نگاه کردن بنده تلف میکنید. همه اینا به جای خود و به هر صورت زندگی میگذرد و میریم جلو. عرشبت که ما از مطالب مختلفی که صحبت میکنیم دوستان به ما محبت دارن، به ما زنگ میزنن. یک خانومی یکی از بیننده های شوی پرچونه لطف کردن، محبت کردن، به ما زنگ زدن و اسپانسر این سگمنت از هاتلاین شوی پرچونه شدن و بر صورت هاتلاین ما رو حمایت میکنن. شما دوستان عزیزم بخواین اگر در صحبتی که ما داریم شرکت میکنیم بازم میتونید با هاتلاین ما تماس بگیرید و بر صورت رو ایر بیاد. ازتون تشکر میکنم. خانم خیلی خوش اومدید به شوی پرچونه. سلام. سلام عرض میکنم بهر جان. مرسی. حالت خوب باشه و مرسی. خسته نباشی، خودم دیر اومدیم اسکی. آره یه ساعتی ما عقب افتادیم دیگه امروز. ان شاءالله که همه چی خوبه. ولی من برنامه شما رو که نگاه میکردم راجع به یه موضوعی صحبت میکردین که مثلا اگر که یه خانومی به یه آقایی به یه که مثلا شما من با شما دوست میشم یا دوست میمونم یک حرف قشنگی نیست برای یه آقایی، یعنی که اون ممکنه از این نظر رو احساس خوبی نداشت. من حرفی همچی حرفی زدم؟ من گفتم حرف قشنگی نیست؟ ها الو جانم. من گفتم حرف قشنگی نیست اگه زن این حرف بزن. شما گفتین که اون آقا احساس خوبی نباید داشته باشه. چرا؟ من کی همچی حرفی زدم؟ برای اینکه وقتی که میگه من با تو دوست هستم یعنی زیاد اتراکتیو نیست به اون خانم، به نظر اون خانم نیست و نمیتونه، نمیخواد اصلا ریلیشنشیپ. فرند رو دارین میگین؟ فرند. حالا فهمیدم، من فکر کردم در مورد ریلیشنشیپ و دیتینگ و اینا میگین. آره راست میگین. بله خب بله آره. درست. خب بفرمایید. بله درست. ولی خیلی دوستای من یعنی مرد هستن که خیلی بهتر با یه خانومی دوست میمونن تا اینکه مثلا آدم یه دوست خانوم داشته باشه. خیلی با محبت ترن و خیلی مهربون تر هستن. خب. اینجوری که من اکسپرینس دارم. ولی من موضوع شما رو متوجه انقدر نشدم که مثلا ممکنه اون آقا احساسی بکنه که یا خوشتیپ نیست یا خوش لباس نیست یا شغل خوبی نداره، یعنی که نمیدونم. خب ببین بذار من به شما عرض بکنم قضیه چی هست. من نگفتم که دوستی بین زن و مرد چیز غیر ممکنیه یا مثلا مردها و زنها نمیتونن دوست باشن یا محبت داشته باشن یا عجیب. بحث سر اینجا بود که وقتی که یه مردی میخواد بیاد با یه زنی رابطه داشته باشه، دیت بکنه، یعنی بهش اترکتد سکشوالی، میخواد دیتش بکنه، میخواد باش رابطه داشته باشه، این زن در بعضی از موارد که البته در آمریکا زیاد دیده میشه، اگر اون مرد رو بنز کافی جذاب نبینه و از لحاظ مردونگی و به عنوان یک مرد در رابطه اونو جذاب نبینه، بهش میگه که بیا ما فقط با هم دوست باشیم. فقط با هم نمیگه که ما با هم دوست باشیم، میگه فقط با هم دوست باشیم. Just friend. وقتی میگه فقط با هم دوست باشیم، وقتی به مرد میگه، معنیش به نظر من اینه که شما، من نمیخوام به من دست بزنی، شما فکر نکن که میریم یه روز بیرون با هم دیگه میزنیم و میرقصیم و بعد همدیگه رو میبوسیم و بعد یه مدتی میریم با هم دیگه سکس میکنیم و اینجوری نیست. ما فقط فرند بمونیم، یعنی که من به شما اترکتد نیستم. منظور این خانم اینه. شما با این حرفی که میزنم مشکلی داری؟ نه درسته، ولی خب بهترین دوستای من دوستایی هستن که مرد هستن، یعنی تمام صحبت ها و حرفای خوبی که دارم با اوناست. من مثلا با یه خانم انقدر راحت نیستم که قبول دارم اینو میتونم بفهمم. ممکنه یعنی بسیار آنستن، بسیار خوبن، حرف آدم رو گوش میدن، یعنی همینطور که اونا به من اینجوری گوش میدن منم هر کاری داشته باشه براشون انجام میدم. ولی حالا مسئله اینجاست که شما حالا شما رو که
عموم بیننده‌های ما شما رو نمی‌شناسن، شما الان ناشناس هستید. شما من شما بپرسم، شما بالاخره دوست پسر یا دیت یا نامزد بالاخره می‌گیرین دیگه، درسته؟ نه فعلا که ندارم. حالا فعلا نداریم. یک نفر آیه که خیلی خوشم بیاد باشم، البته چرا که خیلی خوب. بله. اگه نداشته باشم حتما ایراد دارم دیگه. بله خب، خدا رو شکر که خودتون گفتین یا قبلا داشتید یا بعدا خواهید داشت، الان هم اگه گیر بیاد خواهید داشت. خب این ها. این یه زن سالم هست، هیچ مشکلی هم نداره. شما وقتی که به یه مردی میرسی و بعد میگی آقای میگی که بیا ما فقط دوست باشیم، آیا به نظر شما معنی این حرف نیست که این مرد به درد این که اون برنامه‌ای که شما داری برای مرد خوب به این مرده به اون درد نمیخوره؟ خب همه اینا با هم مختلفه دیگه. وقتی با یکی دوست میشی، دوستی فرق میکنه، ریلیشنشیپ فرق میکنه، دیگه برات بگم بیزنس با یه آقای هستی فرق میکنه، اینا همش با هم فرق داره. ولی از این که مثلا من احساس کنم که چون به یه آقای میگم که من دلم میخواد با شما دوست باشم اونو پودان کردم، اینجوری یا تیپش بده یا قیافش بده یا پول نده یا شغلش بده، من فکر کنم اینا با هم فرق. اگه این تیپش بد نیست، قیافش هم بد نیست، همه چیز خصوصی مرد خیلی خوبی خوب هست، شما چرا نمیگی که بیا با هم دوست بشیم و دیت بکنیم؟ به خاطر اینکه اینا همه با هم فرق داره. آخه یعنی چی با هم فرق داره؟ یعنی مثلا من الان به شما میگم از شما خوشم میاد، خیلی، ولی دوست ندارم با شما دوست بشم، ولی خوشم میاد از این، دوست ندارم ریلیشنشیپ داشته باشم ولی خوشم میاد. خیلی خوب، مرسی. علامت دوست دارم. بله. از خودت خوشم میاد. اگر من یه مردی باشم دقیقاً مثل اون مردی که شما آرزو داری که دوست پسرت بشه، نامزدت بشه، شوهرت بشه، یا هر مرد دیگه‌ای که شما شبیه اونی باشه که شما آرزوشو داری که باهاش سکس داشته باشی، دوست پسرت بشه، شوهرت بشه، هر چی که شما میخوای بشه، اگه من مثل اون باشم، شما چرا نمیخوای؟ شما چرا میگی نه؟ شما چرا میگی فقط دوست باشیم؟ خب اونم فرق میکنه، اونم فرق میکنه. فرقش چی هست؟ اینا همه با هم، هم تو که شما میگی میخوای فرار کنی ها، از دست من میخوای در بری. نه نه ببین آخه شما که کسی اینجا شما رو نمیشناسه، من خودم هم شما رو نمیشناسم. ولی مسئله اینجا هستش که من میخوام بگم که اگه یه مردی جذابیت مردونش کافی باشه، شما اگر دوست پسر بگیر باشی، خب اونو قبول میکنی به عنوان دوست پسر. اگر به مردی که شما دوست پسر بگیر هستی، دوست پسر هم نداری، دلت هم میخواد دوست پسر داشته باشی، و بعد یه مردی میرسه، شما بهش میگی نه ما با هم فقط دوست باشیم، آیا این معنیش نیستش که این مرده اون شکلی که شما میخوای دوست پسرت باشه دوست پسرت نیست؟ نمیشه، قیافش نمیخوره، تیپش نمیخوره؟ آره خب اونم در... اینا هم هر درست میگی. خب دیگه پس منظور من اینه که این یک هر درست میگی، ولی دارم میگم که اینا فرق میکنه با هم دیگه. دوستی که با یه نفر، روابط عاشقانه با یه نفر بگم، از نظر بیزینس این ستاشون همش با هم فرق. کی این فرق رو تعیین میکنه؟ ولی من میتونم، همین خود من قشنگ آفرین، thank you very much. الان من میتونم با این آقا فقط دوست باشم. نه متوجه هستم. این ببین توضیح شما دارید چیزی رو میدید که من اصلا توضیحشو نخواستم از شما. ما توضیحشو میدونیم. ما میخوام بگم که این فرق رو کی تعیین میکنه؟ من خودم. من برای شما بگم تموش. شما یه انسان بسیار مهربون با محبت، من که نمیگه ولی که برات بگم خوشقلب دیگه، هر چی اینا که من دارم میگم واقعا در شما وجود داره، ولی این کاراکتری که الان جلوی من نشسته من دارم نگاه میکنم اصلا با اونی که داری صحبت میکنی فرق داره. ببین عزیز من، موضوع رو عوض نکن. نه عوض نمیکنم. من اولا ازت ممنونم. من اولا ازت ممنونم دوستان عزیز. خانم نمیخوام میگن هندونه بذارم. حالا بذار خودم. این چیزی که در مغز منه در شما میبینم. بله. میخوام بهتون بگم که شما اون چیزی که هستی با اون چیزی که الان داری نشون میدی زمین تا آسمون. من الان دارم چی نشون میدم؟ الان داری همش راجع به خانوما میگه، خانوما اینجوری هست، خانوما اونجوری هست، خانوما زود آشان. من الان حرف بدی راجع به خانوما زدم؟ نه پس... حرف بدی نزدی، همش هم درست، هر کی هم که میگین درست میگین، ولی خب چی میگی؟ که شما در قلبم فکر میکنی ظاهرا یه جور دیگه میگی. خب حالا این حرف رو گفتی، مرسی. ولی من خیلی لاوینگ کیرین دیگه برات بگم، مسئول ماره میگن، ماره میگن. نه که فکر کنی که الان مثلا من میگم کیاری، ولی من از شما خوشم میاد. به به آها، به خوش کلمه من فرق میکنه که یا من میخوام با شما دوست بشم، بله. یا میخوام با شما
بعد حالا شما خیلی قشنگ اولا موضوع رو عوض کردین، نذاشتی ما نتیجه بگیریم، ولی عمو پرچونه اجازه نمیده موضوع عوض بشه. ولی قبل از اینکه برگردیم سراغ موضوع اصلی، من یه لحظه یک اعلام کوچیک بکنم. دوستان عزیز، خانومی که ناشناسی که رو خط هستن محبت کردن، هاتلاین پرچونه رو دارن ساپورت میکنن، ازتون متشکریم. و دوستان دیگری هم که بخوان تو این بحث شرکت کنن، بیان مطلبی رو دارن، چه به این خانم بگن چه به ما بگین، مطلب راجب من و کسی خاصی نیست، بلکه مطلب اجتماعی هست، شما میتونید با هاتلاین پرچونه تماس بگیرید و تو این بحث وارد رو ایر بشید. و حالا برگردیم سراغ دوست عزیزمون که رو خط هستن. ببینید خانم، موضوع اولیمون رو بذاریم ما به خود برسیم به جایی، بعد موضوع دوم میرم. ما از با هم دیگه اگر به این نتیجه برسیم که مردی که شما میگی من فقط میخوام با شما دوست بشم، این مرد به نظر شما چیزی که قابل این که دوست پسر شما بشه نیست، درسته؟ این درست میگه، این درسته. خب خدا شد که شما اینو گفتی. پس مردی که میاد سراغ شما میگه که به 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 تلفن تو بده، یا مثلا خب بیا بریم کافی بخوریم، یا حالا هر کاری بکنیم، این مرد شما میدونی که میخواد بیاد با شما قاطی بشه دیگه، درسته؟ درست. یعنی اگه مردی قرار بود، یه چیزی براتون ببخشید تو حرفتون، میخوام بگم که شاید اون طرف هم که شماره داره به من میده، شاید میخواد فقط با من دوست بشه همینجوری. امکان نداره. اگر گی نباشه، اگر مرد سالم باشه و گی هم نباشه، وقتی میاد با یه زن غریبه حرف میزنه، هدفش چیزی جز کندن لباس اون زن نیست. ای بابا. بله. باز دوباره استرس کردی. چیکار کردم؟ چیکار کردم دوباره؟ باز دوباره از لختی پختی حرف زدی. میخواد لخت. معلومه که میخواد لخت. اگه قرار بود خانم ها غیر از این میدونستن و غیر از این تصور میکردن، خانم ها برای اینکه مرد خوب پیدا کنن خودشون نمیرفتن لاغر کنن، نمیرفتن دامن کوتاه بپوشن، نمیرفتن موهای تنشون رو لیزر کنن، نمیرفتن هیچ کار بکنن. میگفتن خب اینکه مردی که نمیخواد لباس ما رو بکنه، پس ما دیگه با چه موهای تنمون لیزر کنیم، یا چرا لاغر بشیم، وای لباسم دیگه تنم نمیده، وای فلانه، بیام جراحی پلاستیک. چون خانم ها میدونن که جاذبه اولیهشون، نه همه، بلکه جاذبه اولیه برای مرد چیز سکسی هستش. پس یه مردی بیکار نیست که شما یه جای نشستی بیاد بگه سلام، من اسمم مثلا فرض کن سیاوشه که و آقا ساکت گوشنن، تو مثلا اینجا نیستی، بیاد مثلا بگه مثلا اسم من سیاوشه و اجازه بدین من با شما دوست باشم، راجع به مسائل مختلف زندگی با هم حرف بزنیم. همچین چیزی مطرح نیست. مرد که میخواد این آقا به شما جذب شده و شما جذاب هستی، جوونیت، اندامت، ظاهر رنگ و رو چیزی هست که این آقا خوشش اومده، بزنن بهتر از شما معمولا گیرش نمیاد، میاد سراغ شما. علتش این که مثلا یه جوون مثلا فرض کن اگه شما 45 سالت باشه، یه جوون 23 ساله مثلا خوشتیپی که 50 تا دختر خوشگل جوون دورش هستن نمیاد سراغ شما. چرا؟ چون بهتر از اون گیرش میاد. ولی یه مرد 65 ساله که دختر 22 ساله باشه نمیره بیرون، خب میاد سراغ شما اگه 45 سالت باشه. حالا که من شما رو نمیشناسم، دارم مثال کلی میزنم. پس حرکت مرد به سمت یه زن غریبه، این حرکت برای جاذبه جنسیه. شما غیر از این فکر میکنی هست؟ غیر از این برای این فکر میکنم بهروز جان. آخه بعضی وقتا ممکنه که یه آقای دلش میخواد مثلا یه کامپانیان فقط باشه، یه خانومی مثلا تنهاست، یه آقای تنهاست، دوست داره مثلا یه دوستی داشته باشه. ولی برای این نمیشه که اصلا ریلیشنشیپ داشته. ممکنه بعدها هم ایجاد بشه، ولی خب از اولش ممکنه بعضی فقط به خاطر تنهایی و یه کامپانیان یه چیزی، وگرنه همین جوری که نمیشه که. ببینید الان این قصه هایی که شما میگید قصه هایی است که دخترهای 16 ساله و 14 ساله و اینا شبا، البته الان نه، 14 ساله هایی مثلا 20 سال پیش با این قصه ها شب به خواب میرفتن که یه مردی بیاد و دلشون بخواد با هم تنها نباشیم و از این حرفا. اینا قصه هایی است که اگه شما به دختران 10 11 ساله 12 سالتون یاد ندین، این دخترها در موقعی که میشه سن ریلیشنشیپ میرسن، اینا ریلیشنشیپ راحت تر و سالم تر و بی درد سرتر خواهند داشت. این واقعیت نداره، این وجود نداره. مردی که بخواد بیاد سراغ یه زن، چیزی نیست که بخواد با یه زن بگه که با یه مرد نتونه بگه. ولی چی من یه حرفی رو که میتونم با یه مرد راحت بشینم یا آبجو باز کنم بگیم و بخندیم، با یه زن بیام بگم که کلی هم مواظب باشم که رفتار من یه موقع اون ناراحتش نکنه. شما اینجوری فکر نکنید. مردی که میاد سراغ شما، بله نهایتا وقتی که سکس و چه میدونم ریلیشنشیپ و همه چیزاتون به جای خودش واقعا رسید و شما رو خیلی دوست داشت، دلش میخواد تنهاییش هم با شما پر کنه، دلش میخواد ساعتش هم، زمینا مردان نگرانه که تنها بشن نیستن،
مردا اصلا مثلا دوست دارن تنها بشن. مردا نگران تنهایی نیستن، مردا نگرانن که سکس کجا گیر بیارن. زن ها نگرانن که تنها نشن، به خصوص سن که میره بالا میگه ما تنها نشیم. وگرنه وقتی به یه مرد بگه آقا این دختر هست میخوان باهات سکس بکنن، با کمال میل میره، اصلا هم کاری نداره که این دختر فردا میخواد بره خونه‌شون. و عجب چیزی رو ما رو ناراحت میکنه وقتی یه دختری میذاره میره، مال این هستش که دیگه سکس گیرمون نمیاد. منظورو میفهمی؟ خب پس مرد، خیلی متشکرم، مرد که میاد سراغ شما ممکنه شما بسیار شخصیت عالی داشته باشی و مردم واقعا بخواد با شما یه رابطه طولانی داشته باشه، ولی اولین قدمش سکسه. و اگر شما سکس رو ندی، رابطه ها هر چقدر هم قشنگ باشه انجام نخواهد شد. حالا من یه چیز دیگه از کنم، اون مردایی که با شما میمونن و هنوز فرند هستین و دوست هستین و حرفایی زده میشه و شما فکر میکنین که چقدر این مرد با اینکه نمیخواد به من دست بزنه، این مرد واقعا دوست منه، اون مرد منتظره. اون یه آدم جرأت‌داری نیستش، قوی نیست، به اعتماد به نفس نداره که با شما قال قضیه رو بکنه، بگه اگه میخوای دوست دختر من بشی من هستم، اگه نه من وقتمو میذارم برای کسی که دلش بخواد لباسشو در بیاره. تند و سریع حالا چرا تند و سریع؟ مثلا فرض کن شما با یه دختری میری بیرون، دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه، یه خانومی مثلا، یه آقای مثلا 40-45 ساله‌ای با یه خانوم مثلا 30 ساله‌ای بره بیرون، ببخشید مثلا 40 ساله‌ای بره بیرون یا 38 ساله‌ای بره بیرون، خب اینا با هم دیگه دارن میرن، خب همون خانومه باز خوش زندگی داشته، آقای باز خوش زندگی داشته، حتما نباید روز اول اینا به 5 تا تخت خواب، ممکنه با هم خیلی تفریح هم بکنن، 2 تا شام هم برن اینا بیرون، دفعه دوم، سوم، چهارم، بالاخره قضیه به اینجا میرسه که خانومه نظرش موافقه یا قرارنامه‌اش موافق نیست. اگه خانم نظرش موافق باشه که همه چی خوب پیش میره و اگه آدما شخصیتشون هم خوب بود با هم دیگه دوست میمونن. اگه خانم نظرش موافق نباشه، معنیش اینه که این آقا جذابیتش کافی نیست. غیر از اینو به نظر شما؟ نه درست. اصلا ممکنه که با یکی آدم با یه نفر دوست بشه ولی خیلی هم خوشش بیاد، خیلی هم خوش اتراکتیو باشن اصلا هم دیگه، ولی از کوچکترین چیز هم دیگه خوشش نیاد. من منظور حرف شما رو نمیفهمم، یعنی مثلا از رفتارش، از غذا خوردنش، از راه رفتنش، از لباس پوشی، بعد وقت چطور میتونی از همه چیز هم دیگه خوشتون بیاد؟ خب همین نپس دارم میگم، بعد یعنی دوستی یه ذره طولانی تر باشه که تا بتونن هم دیگه رو بشناسن. آره دیگه، این مثلا هم دیگه رو میخوام بشناسن. اگه شما دست بره لباسشو بکنه همچین خبرایی نیست. خب نه، یا چرا، در خیلی موارد همچین خبرایی هست. این آقایی که اینجا نشسته خودش میدونه، گاهی اوقات یه آقایی در خیلی موارد هستش که طرف همون روز اول از همون توی کلاب شروع میکنه به لب گرفتن و میاد تو ماشین و مثلا به خونه هم نمیرسه قضیه. ولی در خیلی مواقع هم نه، همون آدم وقتی اکسسیشو نخورده و مشروبشو تا خرخره نخورده، اون آدم باید 14 دفعه ببری بیرون تا اون مثلا حاضر باشه که مثلا یه حرکت کوچیک انجام بده. آدمش در زمانش فرق میکنه، همه جورش پیش میاد. منتها چیزی رو که من گفتم، این چیز برای مرد توهین آمیزه. اگه مرد شعور داشته باشه، هم شما الان موافقت میکنیم، یعنی زنی که میگه من با تو میخوام فرند فقط باشم، تو به من دست نزن با هم فرندیم، یعنی اگه یه مردی بود که جذابیتش هوش حواس منو برده بود، بالاخره بعد از 3 تا شام 4 تا گردش بالاخره دستش به من میرسید. ولی تو هرگز دستت نمیشه به من برسه، چون به نظر من تو به اندازه کافی مرد جذابی نیستی. یه همچین چیزیه دیگه، غیر از این نیست. ولی خب چرا، شما درست میگی، ولی دوستای خیلی خوبه مردم هستن که والا اصلا کاری به آدم هم نداره، ما هم باش کار نداریم، ولی دوست بسیار صمیمی و خیلی خوبی هستیم با هم. گیه یعنی اون آقا؟ دوستای خودشونو دارن. نه ببخشید، گیه اون آقایی که شما میگی گیه هست؟ نه دارم میگم، میگم ایشون گرفرند خودش هم داره. آها ببین، ایشون گرفرند خودش داره، با شما چه کاری داره؟ دوستیم. 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 آقا... یه دوست دختر که داری. من مطمئنم شما راجع به یه شخص خاصی داری حرف میزنی. درسته؟ درسته. خیلی خوب. این آقایی که شما داری راجع به صحبت میکنی، چجوری با شما آشنا شده؟ کجا آشنا شده؟ مثلا باور کنی اول با من آشنا شده، بعد یه دوست دختر دیگه. خیلی خوب. نه شما به من بگین دیگه. ما با هم همینجوری دوست، مثلا که من و شما داریم با هم حرف میزنیم. کجا آشنا شدیم با این آقا شما؟ در یه مهمونی. خیلی خوب. بعد چی گفت؟ چه جوری رابطتون برقرار شد؟ چی شدین؟ مثلا همچه که شما میگه اسم من اینه، شما کی هستی، من کی هستی؟ خیلی خوب. بعد شما تلفن دادیم، ما به هم دیگه دادیم و بعد با هم دیگه صحبت کردیم. بعد صحبت کردیم، مثلا راجع به چیزای دیگه صحبت نکردیم، همین که یعنی این آقا به شما صحبت کرد و هرگز هم نگفت بیا بریم با هم کافی بخوریم. چرا دیگه؟ بعد با هم شما رفتین کافی خوردین، تو کافی صحبت ها صمیمی نشد؟ نه.
یعنی فقط همینجوری نشستین مثل دو تا بیزنسمن با هم دیگه صحبت کردین؟ حتی مثل همینجوری کردم با شما صحبت می‌کردم راجع به مردا و خانوما و اخلاق مردا. این آقا هرگز سعی نکرد به شما دست بزنه؟ نه. از هرگز هم نگفت بیا مثلا شام با هم بریم خونه یا بریم مثلا یه جای رقص بکنیم؟ نگفت. هرگز نگفت. همیشه به هم کمک میکنیم. نه اونو ولش کن، اونو خواهش میکنم ولش کن. هرگز این آقا هرگز کاری نکرد که نشون بده که آقا شما خوشش میاد. ولی ما که چیزی نفهمیم. بعد این وقت یه نفر اینجا هست میگه دروغ میگه. یه نفر اینجا هست میگه داری دروغ میگه. ببین بعد اون وقت این آقا گی هم نیست. بعد اون وقت این آقا رفت دوست دختر گرفت، درسته؟ دوست دخترم داره، من با دوست دخترشونم دوست دارم. خیلی خوب. پس معلومه که به نظر این آقا شما اصلا جذابیت نداری و قابل دست دادن نیستی. تازه من اینقدر به خودم اعتماد به نفس دارم، فکر میکنم جذابیت من شاید بیشتر از دوست دخترمونه. پس شما داری میگی این آقا سالمه؟ آره. یک، شما بسیار جذاب در نظر اون هستی، از دوست دختر خودش هم جذابتر هستی؟ من اینجوری فکر میکنم. خیلی خوب، میخوام راجع به حرف فکر شما داریم صحبت بکنیم. این آقا که اینجا نشسته میگه دروغ میگی، داره خوشش میاد از این حرفی که من دارم میزنم. شما یعنی این آقای سالم خوشم میاد انگار. این آقای سالم یه یک. بذار من نتیجه گیری کنیم از این. این آقای حالا صبر کنید. این آقای بسیار سالم و یعنی گی نیست. حالا گی نمیگیم گی ناسالمه، ولی بالاخره آدم نرمالی هست، مرد استریتی هست، به زن علاقه داره. بله. شما جذابم هستی، از دوست دختر اونم جذابتر هستی. و این آقا هرگز به شما دست نزده، فکر میکنی چرا؟ من باید نیم، شما با من بگین چرا؟ من دارم به شما میگم دروغه این قضیه. من دارم میگم یه همچین کسی هست و ما داریم و دوستیم و دوست دخترم. یه مسئله اینجا هست، بگین چرا؟ یه مسئله من اشکال دارم حتما. نه شما فکرتون اشکال داره. یا اینکه این شخص شروع کرده بهش برای شما کارهایی انجام دادن که مثلا بیا بریم دست بهت بزنم، برقصیم، فلان کنیم، اینا خونمون بیا، شما گفتین نه، یه جورایی اینو نشوندی سر جاش، دیگه این جرأت تکون خوردن نداره، یا که واقعا به نظر این آقا شما اصلا جذاب نیستی، که در این صورت به طور معمولی زنه که آدم جذاب نباشه آدم نمیخواد بره باش کافی بخوره، مگه که یا مثلا فامیل باشه یا بیزنس باشه. پس یه چیزی اینجا تو اطلاعات شما اشتباه. آها، پس یه چیزی تو اطلاعات شما اشتباه است اینجا. توی مطلبی که شما داری میگی یه چیزی اشتباه است. شما یا جذاب نیستی برای اون آدم که من بعید میدونم بیاد به شما وقت بگذرونه، یا اینکه این سعی کرده و شما گفتی نه، این حالا فعلا از امیدش ناامید نشده. در غیر این صورت یه مردی که اصلا فکر میکنی چرا یه مرد تو مهمونی باید بیاد با شما حرف بزنه؟ مگه شما رو میشناخته؟ آقا تو مهمونی هایی که بابا بهروجان همه با هم حرف نه همه با هم حرف نمیزنن. یا یه پسری که دنبال دخترایی که میگرده، مرد دنبال زنی که خوشش میاد ازش میگرده، میره با اون حرف میزنه. یه مرد توی مهمونی میره با همه آدما نمیگه تلفناتونو بدین فردا من میخوام بیام با شما قهوه بخورم. که خب در نتیجه این مردایی که ما میبینیم الان تجربه دارن همین کارو میکنن. نه شما چون خانم جذابی هستی، نگاه به خودت نکن. نه من تو منم همینجوری هم. شما چون خانم جذابی هستی، من اینی که میبینی مردا همه جا این کارو میکنن، علتش اینه که شما خانم جذابی هستی، مردا اکثرا میان با شما حرف میزنن. ولی از یه مرد غریبه سراغ یه زن غریبه واسه چی بره؟ که بگم با شما من با شما حرف بزنم یا فقط با شما حرف بزنم. بعد اون مرد مگه احتیاج جنسی و سکسی نداره؟ اگر که مردی وقتی داشته باشه برای رفع احتیاجات خودش، چرا بیاد بشینه با همش که بهروجان ببخشید صاحب، همش که رفع احتیاجات جنسی نیست عزیز دل من. چرا این آدم احتیاجات غیر جنسی شو؟ من اینجوری نشستم جدا شما قشنگ نگاه. نه صبر کنید دقیقه. لذت هم میبرم و دوستم دارم و نه ببینید خانم مسئله دو چیز متفاوته. این یه برنامه تلویزیونی، شما اومدی رو ایر داری باهاش صحبت می‌کنی. اولا ممنونم که هاتلاین پرتونر رو سپورت کردی. ضمناً دوستانی که برنامه رو می‌بینن و می‌خوان تو این بحث شرکت بکنن، میتونن به این هاتلاین زنگ بزنن، مثل همین دوست عزیزمون بیان رو ایر و اگه مطلبی می‌خوام بگم. این یه مسئله، شما داری برنامه شرکت می‌کنی. الان شما نیومدی من به شما بگم که خانم بیا با هم بریم بیرون، من شما از شما خیلی خوشم میاد، یا شما بگی من شما خیلی خوشم میاد بریم بیرون با هم دیگه. این حرفا نشده که. شما داری برنامه تلویزیونی شرکت می‌کنی و ممکنه حالا به نظر شما من خوش قیافه باشم یا بد قیافه باشم یا هر چی که به نظر، ولی یه وقتی شما توی مهمونی وایسادی یه گوشه‌ای یا آقای غریبه میاد با شما صحبت می‌کنه، فکر می‌کنی با توجه به اینکه این آقای غریبه
از شخصیت شما و از افکار شما هیچ اطلاعی نداره، برای چی باید بیاد با شما سر صحبت باز کنه؟ برای اینکه میخواد آشنا بشه، میخواد بیشتر بشناسه، دیگه میخواد صحبت کنه. چه چیز جذابی هست که میخواد؟ همینجوری خوشش اومده. همین میخوام بگم. همینجوری خوشش اومده. همینجوری چرا از دیوار خوشش نمیاد بره کلاشو بزنه به دیوار؟ خب دیگه دیوار و انسان که دیگه نمیشه با هم مقایسه. خب پس یه فرقایی وجود داره. آدم اول کسی رو میبینه که کاراکتر یارو رو که نمیدونه که. خیلی خوب. که هم دیگه میبینه اول خوشش میاد. آفرین. با توجه به اینکه مرسی. هم بین هم دیگه نیست. مرسی. من همینجوری که هم دیگه میبینیم خوشمون میاد. مرسی از اینکه این مطلب رو گفتین. اگر شما رو که نمیشناسه کاراکترتونو و هیچ راجع به شما نمیدونه، شما اونجا وایسادی احتمالاً یه نوشابه‌ای هم دستتون هست و یه خانم 90 ساله‌ای که احتمال بسیار داناتر و فهمیده‌تر و با تجربه‌تر شماست اون ور نشسته، این چرا میخواد بیاد با شما حرف بزنه با اون خانم 90 ساله نگفته بریم کافی بخوریم؟ همین که بگفتم اولین چیزی که آدم می‌بینه همین چیزی که ظاهر رو می‌بینه فعلا خوشش میاد. آفرین، پس ظاهر شما خوش آمدنی داره، ظاهر شما جذاب. من نمی‌دونم چه جوری خوشش اومده. اول آدم از مثلا من که اگه با یه آقای صحبت می‌کردم نمی‌دونم که داخل این بابا چی اخلاقش چی رفتاره. آفرین. همینجور ظاهرش خوشم. آفرین. پس این ظاهر یک کلمه که حرف بزنم همون اصلا خوشم نیاد. آفرین. پس این ظاهر شما جذابیتی داشته که این مرد سالمی که به زنها هم علاقه داره، جذابیتی که ظاهر شما رو داره به بقیه زنای اونجا ترجیح داده و اومده این وقتو گذاشته با شما به خاطر که ظاهرتون جذابه صحبت کرده، درسته؟ دیگه همین جوری، غیر از این که نمیتونه، شما به من بگو چه چیز دیگه ممکنه فکر کرده باشه؟ دیگه همین، دیگه اولش همین جوریه. خیلی خوب، خیلی خوب صحبت میکنی تازه میفهمی این بابا چه جوریه. مرسی، ولش کن، اونجا رو ولش کن، موضوع رو خراب نکن. به خاطر که شما خیلی قشنگ حرف میزنی، خیلی خانم‌ها هستن سر این قضیه با من بحث‌های طولانی دارن، شما هم یکیش هستی. ضمن اینکه اومدی رو شو و داری هاتلاین ما رو ساپورت میکنی، ازت ممنون هستیم. میخوام این بحث رو به نتیجه برسونیم. من نمیخوام کسی رو ضایع کنم یا شما نمیخوای کسی رو، بلکه میخوام ببینیم معنی حرف چیه. پس من شما الان به این نتیجه رسیدیم که این آقا جز با توجه که مرد سالمه و به زن علاقه داره، جز جاهل جذاب شما چیز دیگری باعث این که بیاد شما رو انتخاب کنه با شما حرف بزنه دلیلش نبوده، درسته؟ درست. خیلی خوب، یه مرد سالم با توجه که شما جذاب هستی، اونم زن دوست داره، چرا نباید بخواد به شما دست بزنه؟ بله اصلا راجب این مثلا چیز این احساسو نکردید. احساسو میکنه؟ نه، ما نمیگیم نکردیم، من راجب اون دارم صحبت میکنم. اونم اصلا نکرده که نگفته. چه اگه نکرده چرا پس این همه آدم شما رو جزا انتخاب کرده؟ همینه، بگو این معماست و واسه حلش کن. من معما رو به شما حل میکنم، اون به خاطر اینکه اومده شما دنبال جذابیت ظاهری شما و سکس میخواد از شما، ولی حالا یا بلد نیست چجوری سریعتر به نتیجه برسه، یا مشکلاتی بوده که منتظر حل بشه، یا اینکه اومده شروع کنه، شما یکی دو دفعه زدی تو پوزش ولی حالا شما میگی نه، شایدم اصلا واقعا عملا دعوا با هم نکردین، ولی اومده یه کارایی بکنه، شما مثلا نه، مثلا نشستی قشنگ دستاتو جمع کردی، پیرن یقه بسته پوشیدی تا بالا، زیاد اون میدی در هرکر میکنه، نخندیدی باش که حساب کار خودشو بکنه، با نگاه و با ادا و اصول و رفتار بهش فهموندی که آقا جون حواستو جمع کن، اینجوری نیست که بخوای بیای دست درازی کنی، من بپرم تو رخت خواب باهات فلان، اینو از اون دخترها نیستم. یه جوری این پیغامو بهش رسوندی و این سر گلوش مونده، این منتظر فرصته. حالا دوست دخترم داره یا نداره؟ اگه شما هم میگفتی که ما با این آقا در یک مسئله آشنا شدیم، در یک سمیناری آشنا شدیم و اینشون پروفشنال، من پروفشنالم، ما سر کار با هم آشنا شدیم و سر کار با هم روابط و تماس داشتیم، بعد از 400 ساعت صحبت این آقا گفت شما چقدر خوب هستی، این یه موضوع یک چیز دیگری، ولی اینجا هیچ دلیلی وجود نداره مگه اینکه این آقا به شما جاذبه جنسی شما اینو جذب کرده و به یه دلیلی الان گیر کرده. من الان اگه باش حرف بزنم 100% این قضیه رو کلیدش رو پیدا میکنم که این چرا اومده سراغ شما. ببین بهرو جان، همچی حرف میزنی که من بشینم راجع به این بابا هیچ فکر کنم. بشین فکر کن، هم شما بشین فکر کن، هم تمام اونایی که به هم شما بشین فکر کن، هم تمام اونایی که به دخترای 14 15 ساله یاد میدن که عزیزم دنبال یه نفر باش که تو رو برای شخصیت خودت بخواد، نه برای سکس. نمیدونم آدم میتونه با هم دوست باشه، جاست فرند اب نداره، مرد و زن بشینن با هم دیگه حرف بزنن، هیچ اشکالی نداره. شما وقتی با این نفر میخوابی، وقتی سکست گذشت، خب وقتی میریم با هم دیگه نهار بخورین، میریم با هم دیگه صبحونه بخورین، خب سر میز صبحونه با هم صحبت میکنین، با هم مشورت میکنین، شما آدمی شعور داری، اون آقا آدم شعور داره، میشینید با هم
همدیگه حرف میزنید، مسائلتون حل میکنید، کمک به هم میکنید، تنهایی همدیگه رو پر میکنید. هیچ اشکالی من توی این قضیه نمیبینم، ولی دلیلی نمیبینم که یک مردی سالمی که زن دوست داره و بدون هیچ دلیلی اومده شما رو میونه 400 نفر دیگه انتخاب کرده و حرف بزنه، نخواد لباس شما رو در بیاره. من اینجا هیچ دلیلی نمیبینم. پس شما دارید پا رو خرخره طرف میذارید که نه یا جلو. حالا من دارم میگم اگه اون مرد باشه بابا چی بگم؟ حالا هیچی بگید، چی شما حرفی که میخواستی زدی بگید. راجع بهش فکر کنم، میگم که این تو مغزش چیه. من دارم به شما میگم تو مغزش چیه. اون با شما حرف میزنه، اگرم دوست دختر داره یا هر چی، دوست دختر چیز مهمی نیستش که 50 تا شما میگیریم رد میکنیم. دوست دختر حالا یعنی چی؟ مثلا دیشب من رفتم کلاب دیدم همین دو تا از دوستای من نشستم با هم دیگه، هر کدوم از این دخترها و هر کدوم از اون پسرها رو من تا حالا با 18 نفر دیگه دیده بودم. حالا هم دست هم دیگه رو گرفتن نشستن عاشقانه، سرشون هم پایینه، خیلی محجوب، یعنی ما با همین، ما به کسی دیگه نگاه نمی‌کنیم. همین صحنه رو با این دخترها و اون پسره من با 25 نفر دیگه هم دیدم. خب معنی نداره. دوست دختر امروز داره فردا غر میکنه میره دیگه. زن یارو امروز داره فردا طلاق میده. شما معلوم نیست که اگه با شما هم رابطه سکسیشو شروع بکنه چقدر طول میکشه. ولی اون چه مسلمه این هدف اولش اینه و این منتظر داره لهله میزنه. حالا شما میخوای راجبش فکر بکنی یا نکنی یه مسئله دیگه. شما اگر به نظرت این آقا مرد جذابی بود، بر به عنوان که دوست پسر باشه، جذابیت مردونه باشه، چارشونه باشه، قدش خوب بود، قیافش خوب بود، سکسی بود، شما تا حالا پوست لباسش که هیچی، پوست تنش هم کنده بودی. در نتیجه چه خوش شما نه در نتیجه شما شما در نتیجه معنی کار شما با این آقا اینه که این آقا از لحاظ جذابیت مردونه در نظر شما اونجور مردونه‌ای که باید شما رو قانع کنه که لباستو در بیاری اونقدر مردونه و جذاب و خواستنی نیست. و من به شما برای دوستی خوبه بهرجان، آفرین قربان دهنه، فقط به درد لای جرز دوستی میخوره. بسیار نایس و مهربون و خوب و دوست خوب. آفرین. حالا اگر یک سوالی دیگه دارم بهرجان، بگو بگو. اجازه میدین وقت داریم؟ نه من تو همیشه وقت داریم از شما، بفرمایید. من میخوام راجع به مردایی صحبت کنم که اولین آشناییشون همیشه با دروغ شروع میکنن، مثل اون مردایی که زن دارن و بچه دارن و یه جوری وانمود میکنن که زن ندارن و بچه هم ندارن و میخوان با یه خانم آشنا بشن. خب اصلا انگار نه انگار اون خانم هم اصلا متوجه نمیشه تا یه مدتی که اینا با هم هستن. اینجا یه خواستگار پیدا کردیم. میگن شما چند سالتونه؟ یه خواستگار اینجا داری؟ راست میگه. یه پسر خوب خوشتی. آره فقط شما بگویدم چند سالتونه ترناف نشه. ده روزه اونو فعلا داشته باش. ما فعلا یه دوستی داریم که اونم میگه دوسته، ممکنه تو مغز یه چیزایی باشه ما نفهمیدیم. نه نه دوست همه مردا از اولش همه مردا یه جورن، هیچ مردا با هم فرق نمیکنن. شما بابا دیگه همه یه جور نکن دوست. همه یه جورن. من درست نکردم. قرارم همه یه جور میکنی نیست والله به خدا. نه ببین گوش نکردی عزیز من. گفتم من کلا دارم با شما سوال یک خزر بسیار با احساس. مگه من گفتم بده؟ شما گوش نکردی. من گفتم مردا اولشو گوش نکردی. گفتم مردا اولش همه یه چیز میخوان یه جورن. در نتیجه شما بگونم چند سالتونی آقا داره دست و پا میزنه اینجا؟ نه دیگه سینا بگی زرا بگو چی میشه کسی چه میفهمه. حالا یه الکی هیچ کدوم ببینن هیچ کدومش از 25 سال بالا نمیرن. نه این چرا میرن؟ باید مواظب باشی وقتی دیدنه یه آقا میده 325 سال انداختی. نه شما مثلا حدود سنتون چقدره؟ حدود دیگه نمیش با هم حقی نیست. حالا انگار میخوام پول بدیم یا پول بگیریم. حالا بگو چند چقدر حدودا چقدره؟ من میتونم حد بزنم شما مثلا 35 سالتونه. درست زنگ زد؟ درست حد زدم؟ یکم کوچیکتر. یکم کوچیکتر. خیلی خوب آقا خوشش اومد. میگه قبول. میگه زیر 35 سال هر چی باشه قبوله. حالا اون آقا چند سالشونه؟ این آقا ناصرالدین شاه یادتونه تو کتاب خوندی؟ ایشون با پدر ناصرالدین شاه مهد کودک میرفتن. آی بابا. بله. بیا صداشم که جنیدی صداشم بیاره. خیلی خب پس مبارک. افتادنشو من نمیدونم ولی حالا فعلا با افتادیم. خب بریم سراغ مطلب بعدی. تو مطلب بعدیتون چی بود؟ مطلب بعدی همین بود که آقایونی هستن همش راجع به خانم ها میگی، بذارین کلک آقایون هم به شما بگن. حالا این مطلب اول راجع به خانم ها رو که قبول کردیم، فهمیدی من بی خود نمیگم از خانم ها بدم نمیاد. حالا من بعد راجع به این بابایی که با ما دوسته بگم، بابا جون تو قلب تو تو مغز اینا چی، تو به ما چی نمیگی؟ به ما گفتن که شما خیلی شیطونی ما نفهمیدیم. نه من راجع به آقا صحبت نکردم. من تمام این مدت داشتم راجع به شما صحبت میکردم که در نظر راجع به اون آقایی که دوست من هست شما میگی تو مغزش چیز دیگه است. اون که معلومه. شما میخوای امتحان کنی؟
ببین اولا که من این صوفا نامعلوم بود، حالا من باید ببینم که بهش میگم آقا جون شما بگو ببینم تو قلبت چی به من چی نمیگی. حالا من واسه شما اصلا اینم حل میکنم قبل اینکه بریم سراغ سوال بعدی شما، من واسه شما اینم حل میکنم که حالا بهروز جان شوخی شوخی ما اینوالو این بابا نکنی تو خود نه به یه لحظه گوشی نگه دار آگهیا رو بریم ببینیم کجاست هستش آگهیا رو ببینیم یه لحظه گوشی رو نگه دار آگهیا ببنده بریم ببینیم راجب اینترنت ادورتایزینگ که آگهیش رو میبینید. من خدمتتون عرض بکنم که ما در گروه پرچونه یکی از فعالیت هایی که انجام میدیم توسط یکی از شرکت هایی که با ما افیلیت هست و با ما کار میکنه ادورتایزینگ و سرچ انجین اپتیمیزیشن روی اینترنت هست، به این ترتیب که بیزنس شما رو به هر نحوی که از چه وبسایت داشته باشین و چه نداشته باشین میتونین به صفحه اول سرچ انجین های بزرگ دنیا مثل یاهو، گوگل و MSN بیاریم و به این ترتیب شما بیزنستون برای کسایی که دارن سرچ میکنن این بیزنس قابل دسترسی و دیده شده، حتی اگه شما وبسایت هم نداشته باشین. میگن که you talk the talk you walk the walk، ما کاری رو که به شما داریم تبلیغ میکنیم و ادعا میکنیم این کار خودمون برای وبسایت پرچونه انجام دادیم و شما اگه بخواید به توی گوگل بزنید آنلاین Persian TV یا Persian TV آنلاین، اولین وبسایت که نه اولین وبسایت در صفحه اول گوگل پرچونه است، صفحه اول یاهو هم به همین ترتیب شما سرچ میکنین، فرض بگم مثلا اگه شما بزنین پرچونه.com و سرچ بکنین خب مثلا پرچونه.com اول میاد بالا روی گوگل یا یاهو یا هر جایی، ولی اگر فرض کنین مشتری شما داشته باشین که بخواد تبلیغ بکنه در تلویزیون و اون وقت این شخص ندونه که وبسایت ما چی هست ولی میرست سرچ انجین سرچ میکنه میزنه فرض کن Persian TV یا Persian TV آنلاین، آنلاین Persian TV میخواد پیدا کنه ببینه کیا هستن کار میکنن، وبسایت پرچون تو صفحه اول هست. این رو بهش میگن سرچ انجین اپتیمیزیشن. شما فرض کن مثلا فرش فروشی دارید یا فرض کن تعمیرات طلا و جواهر دارید، واردات وسایل الکترونیک دارید، یه نفر میخواد باتری بخره، مثلا فرض کن یه مغازه‌داری هست میخواد باتری بخره برای فروشی یا مثلا هر چی شلوار لباس کامپیوتر هر چی، وقتی سرچ میکنن روی اینترنت میدونید که هزاران از همکاران شما دارن روی اینترنت تبلیغ میکنن، شما ممکنه صفحه 47م بیفتین. آدم که 47 صفحه روی گوگل نمیخونه که، صفحه اول 1-2-3 تا لینک اولش آدم چک میکنه و بعد انتخاب میکنه. در سرچ انجین اپتیمیزیشن بیزنس شما میاد به صفحه اول. شما تلفنی که میبینید لطف کنید یادداشت کنید 818-705-75-31 یکیش الان معلوم نیست، 818-705-75-31 شما میایید به صفحه اول گوگل، MSN و یاهو. نمونهش هم هست وبسایت خود پرچونه.com که وبسایت ما هستش، ما این کار انجام دادیم که شما ببینید یعنی چی و به چه صورت هست. شما فرض کنید که سرچ بکنید Persian TV آنلاین Persian TV یا کیورد های به این صورت پرچونه.com تو صفحه اوله و به این ترتیب شما میدونید که در آنلاین یا پرژن یا پرژن تی وی صدها بیزنس هستن که دارن این کار انجام میدن و ما خودمون آوردیم صفحه اول با این تکنیک برای شما این سرویس انجام میشه با قیمت خیلی مناسب. ضمناً پکیجی هست که اگه در تلویزیون آریا هم تبلیغ داشته باشید قیمت هر دوش براتون بسیار کمتر خواهد شد، از قیمت تک تکش هم حتی کمتر خواهد شد. به خاطر همین با ما تماس بگیرید 818-705-75-31 Search Engine Optimization برای آوردن شما به صحنه اینترنت که بسیار پولساز هستش، بیلیون ها دلار در روز داره روی اینترنت پول جابجا میشه و شما دارید الان از این قضیه به قول معروف عقب میمونید. اگر بیزنسی دارید که مطلبی هست که قابل گفتن دارید و مشتری دارید بدونید که روی اینترنت جای نهاییش هستش. این آگهی رو با هم دیگه میبینیم و بعد میایم خدمت دوستمون که منتظر صحبت با شما هستن. خب رو ار اومدیم، رو ار اومدیم. خب شما داری الان تلویزیون میبینی، برنامه رو میبینی دیگه نه؟ بله. خیلی خب صداش لطفا تا آخر کم بکنید که بله. خب کجا بودیم؟ آها میخواستیم اینو بگیم که شما گفتی که تو ذهن من باید راجع به این بابا فکر کنم. من بهت قول بدم که فکراتو کردی. نه بابا کن فکر اصلا نکرد. الان که شما اینجوری صحبت کردی من باید راجعش فکر کنم. میگم شاید این تو مغزش چیزایی هست من خبر ندارم. من به شما قول بدم که تو مغزش چی هست. من تا یه مثلا از قبل از این که ما بخوایم بریم راجع به اون آدم فکر کنیم، ما بحثمون راجع به شما بود.
که شما چی فکر میکنی که ما خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که شما به نظرت این آدم همچین به درد دوست پسر شدن و سکس کردن و بیرون رفتن و اینا نمیخوره، هم بهتره دوست بمونه واسه خودش مون ماستشو بخوره. آره دوست بسیار خوبیه. آره حالا به نظر شما اگر یه آدمی با شما انقدر مرد جذابی باشه و خیلی هم سکسی باشه، خیلی هم شما دوست داشته باشی، روابطتون شروع بشه و خیلی هم خوش بگذرونین با هم دیگه، چه اشکالی در دوستی شما پیش میاد؟ دوستیتون خراب میشه؟ نه نه. پس این هر خوشش برای که دوست داشته باشه. آفرین. پس اگر اینی که خانما میگن که تو اگه به من دست بزنی من اگه با تو بخوام من دوستیمون خراب میشه، اینم حرف بیخودیه. اینو قبول داری؟ اصلا ببین علاقه و من فکر میکنم از نظر سکس و ایناست که بیشتر به هم دیگه آدم علاقه پیدا میکنه. آفرین. پس همینجوری که نمیشه که. آفرین. پس اینم وقتی خیلی از دخترها میگن، یعنی اونه که علاقه رو بیشتر میکنه، آدم بیشتر به هم دیگه عادت میکنه، بیشتر دیگه دوست داره، هم دیگه رو بیشتر میفهمه. اگر این آدم با شعور و فهمیده ای باشه که بسیار دوست باشه و مشورت بکنه با شما و تنهایی شما رو به عنوان یه جاست فرند، فقط یه دوست، مثلا اینو واقعا وقت شما رو پر بکنه بعد از اینکه شما با هم سکس داشتین، باز نمیشه این بازم با شما مشورت بکنه و حرفای خوب بزنه، با هم دوست باشین؟ خیلی خوب. پس این که دخترها میگن، ببین اینا که من میگم اینا توهین آمیزه برای مردا، این بیشوری مردا رو نشون میده. دارم مثلا شما و همه مردا و زنا دارم توضیح میدم، هیچ ربطی نداره. این که دختره به تو میگه که نه من نمیتونم با تو بخوابم چون وقت دوستیمون خراب میشه، این حرف معنیش نیست که دوستیمون خراب میشه. دختره اصلا اینا گفتن نیست، احساس، یه چیزی که شما احساس میکنی، احساسش میکنی. آره. این اصلا خودش به وجود میاد. تموم شد. شما نمیتونی بگی که من با تو نمیخوام به خاطر اینکه ممکنه اینجوری اونجوری. آره. وقتی که احساسی که دو نفر به هم دیگه دارن اصلا بحثی درش نیست. دفرین. بعد وقت پس این یعنی چی؟ منظور دختر این نیستش که دوستی اون برقه، منظور دختر اینه که آسمون بریز زمین بیای، من نمیخوام دست تو به من بخوره، من چندشم میشه تو به من دست بزنی. من اون خانوم هم اینقدر علاقه داره، منتها نمیخواد احساسشو بیان کنه. چرا؟ ها حالا بریم سراغ این. بعضی این مدلی هن دیگه بابا جون. آخه من وقتی میبینم اون خانوم با 17 نفر دیگه خوابیده، دستشو گرفته داره تو کلاب میچرخه، پس معلومه که این خانوم احساسشو خیلی قشنگ و با صدای بلندم بیان میکنه. همسایه هم میشنوه. اون افکار اونا نمیدونم، ولی مثلا من که خودم احساس میکنم که وقتی آدم یکی دوست داره باید بگه، نه کوچیک میشه، وقتی احساس داره باید بگه، اصلا کوچیک نمیشه، قشنگه، حرف قشنگه، احساس قشنگه. بله. من نمیدونم چطور میخوان قایم کنم. پس قبول داری که وقتی دختری میگه بس قبول داری وقتی که دختری میگه که آقا جون ما فقط دوستیم، به هم دست بزنیم احساسمون دوستیمون خراب میشه، معنیش این نیست که دوستیمون خراب میشه، معنیش این که من نمیخوام تو من دست بزنیم. آخه اینا خانم و آقایون قسمت های کتگوری های مختلفی دارن، هر کسی برای خودش یک برنامه داره و افکار به خصوصی داره. من که دارم میگم وقتی که خیلی مردا هستن که به خانوماشون و یا گرفتارانش اصلا نمیگن دوستت دارم، میگن نه کوچیک میشین، ولی من میگم اینقدر این احساس قشنگ و زیباست، وقتی که من میگم الان از بهروز خوشم میاد باید بهش بگم چرا قایم کنم خودمو، یا می فلانی رو مثلا دوستش دارم یا لباسش قشنگه چرا نگم قشنگه. وقتی هم که دوستش نداری میگی که آقا جون نمیخوام من به تو من دست بزنی، منتها زنا نمیگن دوستش نداری. اگر اون آقا اینقدر میفهمه فوری درک میکنه که این بابا دوستش نداره. آره دیگه، من به این آقایونی که نمیفهمن اتفاقا دارم صحبت میکنم. آقایون که میفهمن مثل بنده هستن که به محضی که طرف بگه ما فقط دوست همسیم با هم، یه آقای دیگه هم اینجاست، به محضی که بختاره بگه ما میخوایم فقط با هم جاست فرند باشیم، من میگم برو دنبال یه نفر که دلت بخواد باش بخوابی. این چرت و پرت رو بار بنده نکن. نگو بیرو جان، اینو نگو تو خدا. آدم وقتی دوست داره یه دوست مردم داشته باشه، خب اون دوست مرد چرا نباید به شما بتونه دست بزنه؟ به خاطر اینکه جذابیتش کافی نیست دیگه، درسته؟ چون یه اخلاق و صفاتی داره که اصلا برای دوستی خوبه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی که برای خوابیدن تو رخت خواب خوبه اون نداره به نظر شما؟ نه، اخلاق و صفات قشنگ و خوبی داره که این به درد دوستی میخوره و دوست داری داشته باشیش. خب داشته باشی، ولی دوست نری باش تو رخت خواب بری، درسته؟ اونم نداری دیگه. اگه دوست داشتی تو رخت خواب باش بری میرفتی، این اخلاق و صفات قشنگش هم استفاده میکردی و لذت میبری. علت همه با هم زیادی میشه. همه با هم زیادی میشه. چرا اون گردن کلفته که اینجا چون چاقو خورده با موتور میاد کاپشن چرمی هم پوشیده، واسه اون زیادی نمیشه؟ نه همه اینا با هم یه زیادی.
آره یعنی چی آفرین، خیلی قشنگ گفتی، خیلی قشنگ گفتی. یعنی اون مردی که اونجا وایساده تو میگی ما جاست فرندیم، اثر زیاده که تو هم باش حرف بزنی هم باش بخوابی. در نتیجه یعنی چی؟ یعنی به مرده داره توهین میشه که آقا جون شما انقدر مردونگیت کافی نیست. بنده میگم ببین، من یه آدمی هستم با یه قیافه، با یه قیافه، با یه تیپ، با یه ظاهر، هر چی که هست. زنهای بسیار زیادی هستن که از من خوششون نمیاد. ما اینجا مثلا تو این شهر لس آنجلس فرض کن مثلا 6 میلیون زن داریم. زنهای زیادی هستن از من خوششون نمیاد. زنهای زیادی هم هستن که از من خوششون میاد. هر دوشون انقدر تعدادش زیاده که شما الان بگی من تو خوشم میاد مثل 1000 تا دیگه هستی، اگه بگی تو متنفرم مثل 10000 تا دیگه هستی. من اصلا منو ناراحت نمیکنه شما الان بگی از من بدت میاد، یا اصلا منو خیلی همچین شب خواب نمیبینم شما بگی من خوشم میاد. مسئله اینجاست که یک مرد باید مردونگی و قدرتش و کنترلش اونجا نشون بده که یه نفر وقتش رو طرف نکنه، پا رو سرش نذاره، اینور اونور نکشونه، در حالی که مرده یه چیزی دلش میخواد بهش نمیدن. اونجاست که باید مرد محکم باشه و وایسته بگه خیلی خوب خانم، شما به نظرت بنده قابل این که تو رخت خواب با من بیای نیستم، بسیار عالی، من میرم سراغ یه نفر که این لذت رو و این اجازه رو بخواد به من بده. من اینجاست که میگم باید مرد مردونه محکم باشه و از شخصیت خودش دفاع بکنه، وگرنه که شما حق داری از هر کی خوشت بیاد یا از هر کی خوشت نیاد. حالا میخوای من به تو ثابت بکنم که چه اون مرده چی میخواد از شما؟ میخوای ثابت کنم بابا؟ بابا اصلا بابا دوست ما، حالا یه دوسته با اینکه دوست دختر داره، با اینکه دوست بشینی راجع به تو این فاورس بکنیم ببینیم بابا چی میگه. نه خب آخه شما نمیخواستی آدم مهمی بشی. بابا ببین بابا واسه نکنی قربونت. من نمیخوام واسه کنم، شما خودت تصمیم گرفتید واسه نشی و اگه واسه همین هم واسه که نشودی، اگه میخواستی واسه بشی نشودی. دوست بسیار خوبه با هر زن و نازنین و با شخصیت و تصمیم کرده و مهم نیست. ببین نه نه خوب چیز بازی اون آقا الان داره برنامه رو میبینه به نظر شما؟ نه فکر نمی کنم، اصلا باورش نمیشه که من دارم حرف میزنم. خیلی خوب، بله. پس اصلا اسم آقا هم که ما نیاوردیم، اون آقا حالا یکی هم نیست، برای ممکنه سه نفر دیگه هم مثل این دوستای شما باشن یا افرادی دیگه که قبلا دوست بودن و بعدا فهمیدن که اینجا آبی گرم نمیشه و بیخیال شدن رفتن دیگه الان دوست نیستن. ولی شما خیلی راحت میتونید کار انجام بدی. شما یکی از دفعاتی که این آقا رو میبینی دعوتش کن خونه، بگو میخوام مثلا شام بپزم، دوست شماست دیگه، میاد دیگه، بگو میخوام مثلا شام بپزم. چی میخوای از من؟ بهش بگم چی میخوای؟ نه 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 نه، این حرفای دخترای 12 سال. نه ببین، نه ببین جان، میخوام تند و سریع، همین که توی ما برنامه تند و سریعه. خب دارم میگم تند و سریع رو مثلا که خوشی نرم دیگه، خلاص نپزم غذا برم. نه خب اون که معلومه چی میخوام، منتها یه موقع ببین آدمی که تا این حد خودشو هی چسبونده و کشونده و چسبونده و کشونده، آدمی است که جرأت داشته باشه حرفشو بزنه. این آدم اگه جرأت داشت حرفشو زده بود، همون جرأتش انقدر جذاب بود که شما میپرید تو تخت خواب باش. این آدمی هستش که ضعیف و نفسه، زور نداره حرف پا جایی که میخواد بذاره. در اینجا اونجا هم فوراً شلوارشو خیس شما همه زور رو به اونجا گذاشتی. نه ببین من مجبور نکنی زیر تا بزنی. ببین جوکم میگم ببین. نه ببین خوبه بگو، اتفاقا من خیلی هم دوست دارم آدمای مثل شما. خیلی قشنگ. تمام زور به اونجا. نه 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 نه. بذار من اصل مطلب بگم. این آدم ضعیفیه در برخوردش با شما و آدمای مختلف. نه هست. ممکنه بسیار آدمش خیرخواه و خوب و دانایی هم باشه، ولی در بعضی آره، در بعضی در رابطه با زنان آدم ضعیفی هستش. و اگر غیر از این بود، حالا من شما نمیخواد بهش بگی، اگه بپرسی بازم یه جواب بیخودی بهت میده، ممکنه از ترس شعبه خودشان خیلیس بکنه. ولی چیزی که هست، شما بگو من میخوام مثلا غذا درست بکنم، تنهایی بیا خونه ما یه دفعه. ای بابا گوش بده، خب گوش بده، نمیخواد که آدمی که نیست که به شما تجاوز بکنه که. خب میگه بیا خونه ما تنهایی، میخوام مثلا شام درست کنم، امشب تولد توه یا تولد منه، میخوام مثلا شام درست کنم، یا مثلا نمیدونم امروز مثلا مامان من یه حرف قشنگ زده، من خیلی خوشحالم، میخوام مثلا شام درست کنم. خیلی خب این آقا میاد خونه شما، قشنگ یه شام درست میکنی، یه لباس شیک و سکسی میپوشی، یه دوتا شمع هم میذاری. اگه اونجوری بپوشم که خب بابا میفهمه که ای بابا این مثل که کارش درسته. خیلی خوب، آها ها همینو میخوام بگم، دوتا شمع هم میذاری رو میز، دوتا گلاس شراب قرمز خوشگلم میریزی، قشنگ میز خوب میچینی و شروع میکنی یه با نور ملایم شروع میکنی غذا و سرو کردن، غذا میخوری و موزیک ملایم میذاری. به اگه این آقا در عرض 10 دقیقه شروع نکرد به بقیه اون لباسای شما رو درآوردن، از چی میخوای بگی؟ بگو. اگر میگی این مرد نمیخواد با تو سکس داشته باشه، خب وقتی شما یه لباس سکسی هم بپوشی، شرایطی هم واسش بذاری، خب بازم نخواهد سکس داشت.
این مرد با شما سیکس این دوست منه، دوست بسیار خوبی منه، من چرا شرایط سیکسی واسش بذارم؟ خب اون که نمیخواد بکنه، شما شرایط بذار، مهم نیست. من میخوام به شما ثابت کنم که اون میخواد یا جرأتشو نداره یا شما یه جوری راهشو بستی. چون اصلا میدونی چیه بهش میگم که آقا جون تو چی میخوای اصلا؟ باز هم حرف رو چیه؟ با این کارهای حرفای دخترهای 12 ساله رو نزن دیگه. شما باید سمبول باشی برای دخترهای جوان. میخوام بگم بابا چی میخوای؟ بابا چی میخوای نداره. خب نه اونم خراب میکنه. چون میتونه ببین وقتی زن از ما میپرسن چی میخوای، ما مردا اتوماتیک فکر میکنیم که الان ما باید یه حرف قشنگ بزنیم، ولی الان زن دیوونه میشه شروع میکنه داد و فریاد کردن. به خاطر همین ما اون حرفو به شما نمیزنیم هیچ موقع. این که میگم اساس رابطه زن و مرد رو دروغ هست همینه. ما هیچ موقع اون حرف رو اون مرد تانکیو خدای شکر. من میدونم اون مرد به شما نخواهد گفت اون حرفو. ولی شما اگه میخوای بفهمی که این آقا از شما سکس میخواد و این جرأتشو نداشته، وقتی که بذاری تو کاسه جلوش با سلامن استفاده میکنه. حالا برای هر مردی بذاری تو کاسه خودش از خودش چیه؟ نه خیر عزیز من، شما اگر یا آدم چاق و بدریختی باشی یا یه آدم استخونی لاغر چروکیت پرسیده‌ای باشی، برای هر مردی بذاری تو کاسه قبول نمیکنه. برای مردی که دلش میخواد با شما بخوابه، اگه شما بذاری تو کاسه قبول میکنه. این تصوری است که زنا فکر میکنن هر مردی الان من بخوام میاد با من میخوابه، همچین چیزی هم نیست. نه اونجوری هم نیست. خیلی خوب. مردم بخوام بگن که هر زنی بیاد اونجوری خبر هم نیست. همه مردا از همه زنا خوششون نمیاد، همه مردا از شما خوششون نمیاد، شما هم از همه مردا خوششون نمیاد. این مرد دور برای شما میچرخه به خاطر اینکه از شما خوشش میاد و آشناییتون هم به خاطر جذابیت ظاهری ما با هم به نتیجه رسیدیم شروع شده. پس شما یه جایی خرخره این آقا رو یه جوری گرفتی، یه را با رفتارت یا پیغام پسخام نمیدونم نگاه لباسی یه کاری کردی دیگه که این آدم جرأت نکرده بیاد جلو، هنوز میترسه. مثل این پاپیا سگا هست میخوان یه چیزی بخورن از رو میز میترسن که تو نگاهشون میکنی میرن عقب. ما هم که از مرد ترسو خوشمون نمیاد. من مرد شیطون. آفرین، واسه همینه باش نخوابیدی دیگه. اگه بود که تا حالا 18 دفعه همسایه‌ها شکایت کرده بودن به پلیس که اونجا سرسره. مرد شیطون پرچونه و زیاد حرف بزنه و ما رو میگه بگه بخنده و اجتماعی و سوشال این چیزا، یابو شولی مولیا و این چیزا به در نمیخوره. که یکیش هم همین آقاست که شما داری راجع بهش صحبت میکنی. بابا ما نه، این بابا شلیه والا. این خب منم میگم خب پس دیدی حالا اگه این آدم رو شما شد یه سوال جالب دارم. بعضی ها میگن ببین منم مثل شما زیاد حرف میزنم. بعضی ها میگن بابا تو حرف میزنی، ولی من میگم که حرف زدن خودش هنره. یعنی انقدر ما حرف داریم که میتونیم حرف بزنیم. بله راست میگه. بعضی هم میبینی که میشینه اصلا انقدر بورینگه یک کلمه هم حرف نمیزنه. بله خب شما پس الان شما دیدی که این قضیه این آقا هنوز، البته شما خودت میدونی البته، ولی این آقا رو شرایطی که بهش بدی، ببین بنده من خودم از خوردن ودکا خوشم نمیاد. من مشروب نمیخورم، ودکا هم نمیخورم. شما ودکا به من بگی تو کلاب 10 دلاره من نمیخرم، بگی 1 دلاره من نمیخرم، بگی مجانی رومیز من نمیخورم، تمام اگه نوشابه نداشته باشیم تشنه باشم باز ودکا نمیخورم. آقا من ودکا نمیخورم. مهم اینه که شما چه جوری ودکا رو به من بدی نیستش که وقتی من نمیخورم. نمیخوای دوست داری. ولی وقتی من مثلا فرض کن آب پرتقال دوست دارم، توی کلاب اگه میبینم آب پرتقال 15 دلاره نمیخرم. یه جایی میبینم 9 دلاره بازم نمیخرم. یه جایی میبینم 4 دلاره میخرم. چرا؟ دنبال شرایط میگردم. من دنبال شرایط، چون من آب پرتقال میخورم، یه جای زورم نمیرسه، دلم نمیخواد، زورم میاد من برم 15 دلار 14 دلار بدم طرف یه نصف لیوان پر یخ بکنه، تیپم باید بهش بدم که من آب پرتقال بده. پس من تو کلاب جا تو حرفت، من اگه آب پرتقال دوست داشته باشم هم 15 دلاری میخورم. خب دیگه این چیز عاقلانه نیست. خب بله 15 دلار میخوری درسته؟ درست نیستون؟ نه شما میگی 15 دلاری میخوری فاین. اگه 150 اگر یه چیزی رو، یعنی آب پرتقال رو با اون اندازه که من دوست داشته باشم بذارم از جای دیگه بزنم برم اون آب پرتقال، 1000 دلار هم باشه میخوری؟ جان 1000 دلار هم باشه میخوری؟ بازم از جای دیگه بزنم. اگه نه دروغ میگی. نه دیگه اینجا داری ادا در میاری. اینجا دیگه اومدی ادا در میاری. آخه شما هم دارین دروغ میگی. آب پرتقال 1000 دلار نمیشه. نه مثال دارم میزنم. ببین مثال دارم میزنم. شما اون مرد دلش میخواد شما با شما سکس داشته باشه، ولی با اون نگاهی تلخی که بهش میکنی یا اون سنگینی که واسش اجرا میکنی یا قش نمیکنی یا چه میدونم لوندی نمیکنی یا نمیخندی یا دامن کوتاه پات رو پاند نمیندازی یا خم نمیشی و سینه بندت معلوم نمیشه، این کارا رو نمیکنی واسش، این زورش نمیرسه یخ بشکنه.
بهش میده این زورش نمیرسه این یخو بشکنه، یا آدم دیگه که زورش میرسه تنیمی چیه میمیرم با این حرفات بدی اینو دیگه اونی یعنی کشتی ما رو با این حرفات واقعا. خب ببینی این داستانه خوشم میاد فیلم باور کنی. آره خوشم میاد، خیلی خوبه. واسه همین که اومدی با هاتلاین پرچونه زدی. دوستان عزیز اگه شما مطلبی برای گفتن توی این بحث دارین، هاتلاین پرچونه در اختیارتونه. این شماره ای که اینجا میبینید دقیقه $2 هست. من نمیدونم دقیقه $2 چه هزینه سنگین کمرشکنیه که دوستان نمیخوان روی یک شوی بین‌المللی میلیون‌ها نفر آدم حرفشون رو میخوان بزنن، شما بزنین. این چه هزینه کمرشکنیه من نمیدونم، ولی به هر صورت اگر که میخواد مثل این خانم که محبت کردن و هاتلاین پرچونه رو ساپورت کردن، شما هم در این قضیه شرکت بکنید، میتونید با این شماره تماس بگیرید و ما شما رو روی ایر میاریم و شما صحبت خواهید کرد. بله ببین خانم عزیز، این مسائلی که من میگم چیز هست، مسائل دروغ و مسائل چیز هست بین زن و مرد هست، اینا چیزایی نیستش که من میگم باید باشه یا من بدم میاد از زنا، اینا چیزای حقیقتی هستش که میبینی بین مردم هست و شما میبینید به زنها اگه دروغ نگی آدم زندگیش نمیگذره، به هیچ وجه زندگیش نمیگذره. به مردم همینطوره؟ بله به مردم همینطور. شما اصلا تمام عشق و علاقه و آشنایی ها همه از اول با دروغ شروع میشه. خب منم همین هفته پیش گفتم شما عصبانی شدی؟ نه اصلا خب دیگه همش با دروغ شد. اگه بخوای از اول بگی چی به چیه که دیگه اصلا دوجور در نمیاد. بله دوستان ضمناً ما روی یاهو مسنجر پرچونه اندرسکور شو، یاهو آیدی پرچونه اندرسکور شو الان آن هستیم. شما اگر کامنتی داریم میتونید بفرستید برای شما، شما و ما بس کامنتتون رو میگیم، چقدر زمانم میگیره. بله خب مطلب دیگه چی داری؟ مطلب دیگه این بود، نمیدونم وقت بر من داری یا نداری. وقت داریم، شما خیلی خوش صحبتی. که شیطونی میکنن و دروغ میگن و با این خانم ها آشنا میشن و اصلا طوری اکت میکنن که اصلا نه زن دارن نه بچه. بعد اون خانم ها رو اینوالو میکنن، بعدها گندش در میاد که ای بابا اینا خیلی بعدشون خرابه. خب من اینو قبول دارم که کار بسیار زشتی هست، ولی یه مطلبی در نظر داشته باشه. خانوما بعد از اینکه فهمیدن این طرف شوهر زن داره، 90%شون دست از سرش ور نمیدارن. خب برای که اینوال شدن. نه خب چی مثلا اینوال شده باشن، مثلا چه استخونشون گیر اونجا اینوال چی شدن، خب دو دفعه باش خوابیدن، حالا فهمیدن یه روی دروغگوی بدذات خیانتکاری هست و اینجوری که حرف میزنی خودت اینجوری نیستی. آخه بابا احساسی در بین، علاقه ای در بین. من راجع به خودم حرف نمیزنم که. آخه یه جوری حرف میزنی که انگار که مثلا خودت اصلا احساس نداری. آخه چه کار به من داری؟ من راجع به کار دارم که میخوام کاراکتر تو شما رو بفهمم. گوش ندادی. نه شما به حرف من گوش ندی. میگی شما میگی اینوالو شدن. من میگم یک زنی من میگم یک زنی حالا بعد 12 سالش که نبوده با این آقا دوست شده، بالاخره سنی داشته، تجربه‌ای داشته، این آقای زنداری اومده، یه مرد زندار، دختر 17 ساله رو که نمیره گول بزنه که. یه زن مثلا حالا گولم بگیم خورده، یه زن چه میدونم 25 6 سال است حداقل، حداقلش دیگه چون آدم زنداری است. خب خب این دختر حالا دو دفعه با این آقا خوابیده، دو دفعه گفته آی لوف یو، یه شبم راجع به این فکر کرده تا صبح. خب حالا وقتی که فهمید که این آدم خیانتکار دروغگوی پدرسوخته‌ای هست که این کار کرده، هم به زن خودش خیانت کرده هم به این خیانت و دروغگو هست، این دلایل کافی برای این نیست که بگه آقا برو از زندگی من بیرون. چرا میمونه 90% این دخترها میمونن؟ من به شما بگم چرا میمونن، به خاطر میخوام پوز اون یکی زنه رو بزنن. نه آقا کشونم برن، ولی خب یک ضربه خیلی بزرگی به اینا میخوره دیگه. نمیخوره، اینجوری هم نیست، به خاطر که در دنیای جدید دختر 25 ساله آخه ضربه موقعی میخوره که دختر باکره و دست نخورده. خب ضربه روحی و احساسی بابا جون نمیخوره. نه قیال جان، به خاطر ببین دختر باکره و دست نخورده تا سن 22 سالگی و 3 سالگی تو خونه فقط. بابا این باکره دست نخوردن ولش کن دیگه. میذاری من حرف بزنم؟ نمیخوای من حرف بزنم و هی واسه من گوش میدم. پری واسه حرف من معنی حرف من معلوم نمیشه که. چرا؟ مثل غذای نپخته، مثل یه کفشم تو جاده افتاده باشه، اونی که من میخوام بپزم نیست. مسئله اینجاست که یک دختری اگر باکره و دست نخورده تا سن 22 سالگی تو خونه بمونه و بافتنی به بافه و در آرزوی یه مردی که بخواد با این دوست بشه، بعد یهویی این مرد بیاد با دروغ‌های اینو عاشق خودش بکنه، بله
این ضربه میخوره. ولی دختری که از 13 سالگی و 14 سالگی داره به پسرها داره سکس میکنه و کلاب میره و گردش میکنه روی اینترنت، 18 تا پروفایل داره و 400 300 تا فرند داره و لبش اینجوری گاز میگیره عکس میگیره، حالا اومدیم و بعد از 47 تا بویفرند در سن مثلا 26 سالگی به پست یه مرد زنداری خورد و دفعه باهاش خوابید، این کوچه ضربه میخوره؟ با واقعیت امروز شما باید برید جلو، نه با مسائلی که 100 سال پیش بوده. و اینجا ضربه ای هم در کار نیست. چه ضربه ای در کاره؟ بعد اون میفهمه که این آدم دروغگوی دغل پدرسوخته خائن بوده، بعد دست سرش برداره. بعدم وقتی آشنا میشن، آخه من یه دوست دارم که آشنا میشن، میگن با زنمون اختلاف داریم و از هم جداییم و دیگه با هم بر نمیگردیم. ها بله، این من بارها همین آقایی که اینجا این گرگی که میبینی اینجا نشسته بارها شده با زنای شوهردار رفیق شده، زنم بهش گفت میخوام تازه خانوما خیلی دوست دارن این مسئله رو، هرچی بهشون دروغ بگی هرچی بهشون بزنیشون خانوما بیشتر من نمیدونم این میگه به من مربوط نیستا. و خب حالا این مردای ایرانی اینقدر بانمکن دروغاشون هم قشنگه. خب بعد دیگه چی میگه؟ تازه میگن چقدر یارو لاته، چقدر جاهله، چقدر لوتیه. واسه خب اینجا تخمه داره میخوره. آقا شو داریم ما اینجا، اینجا همون نیستش که اونجا داد میزنی، همون اومده اونجا داد میزنی. گوش میده این داستان بهش. بعدش هم من همینی که میبینی اینجا نشسته بارها شده با زن شوهردار رفیق شده، زنه بهش گفته که من میخوام، من با شوهرم مثل دوست هستیم، من با شوهرم فقط چیز هستیم، سکس نداریم، من با شوهرم داریم جدا میشیم، یه دو ماه سه ماه چون بچه خیلی خوشگل سکسی هم هست. بابا دارم علکی راجع به حرف آره. بعد مثلا میگه که من چیزم، من دارم جدا میشم. همین بحثو فقط مردان میگن، زنا میگن بارها، زنای شده مردان. آره هم زنا میگن، زنی که یه پسر بازی میخواد بکنه به پسر میگه که من و شوهرم داریم هم جدا میشه، بعد که یه دو سه ماه شش ماه قشنگ باهاش حال کرد، من میگه شوهرم گفته که از روی جنازه من باید رد بشی، من تو دوست دارم، من تو رو طلاق نمیدم، بگی من مجبورم باهاش بمونم، بذار یه شش ماهی با ما هم حرف نزنیم، میره سراغ پسر بعدی. این دروغی هستش که آدمای خیانتکار میگن، این زن و مرد نداره. درست. حالا یه روز جان تو فکر می‌کنی چیکار باید کرد؟ باید نه، هیچ کاری نمیتونی بکنی. چیکار باید بکنی؟ شما ببین من همیشه اینو میگم. در ریلیشنشی باید چیکار کرد؟ آفرین. نمی‌تونی آدم بیاد تو که شما که پروفشنال هستی اونجا نشستی، چجوری میشه یه دوست خوب پیدا کرد؟ هر شبت که شما یه واقعا آدم چجوری بفهمه دیگه؟ شما باید یه خصوصیت داشته باشید. معماست. من این سوال اصلا واسم مهم نیست که چطوری بفهمم طرف خوبه. من موضوع خودم رو حل میکنم. من دور خودم یه دیوار غیر قابل نفوذی میکشم که از اون دیوار جلوتر هیچ کس نمیتون بیاد. اون دیوار چیه؟ دور قلبم کشیده شده، دور روحم کشیده شده، عواطف احساسات من، اینا مال منه. یه دختری اومد دو دفعه با من خوابید، من از رنگ پوست تنش خوشم میاد، دلیل بر این نیست که من عاشق اون بشم که پس فردا بفهمم اون مثلا شوهر داشته، حالا دیگه دیوونه بشم. یا مثلا هر کسی، شما باید یک محدوده ای از وجودت و از جانت و از روحت متعلق به خودت باشه، این دست کسی نیفته. حالا یه مردی رو میبینی قدش، قیافش، اندامش، اداش، اصولش خیلی هم خوبه، شما میری تا اونجایی که میتونی حال میکنی و لذت میبری. اگر آدم خوبیه شما آدم خوبی باش، اگر آدم خوبی نیست ازش فاصله بگیر. ولی شما یک مقداری از وجود و جان و روح و ذهنت هست که نباید بذاری هیچ کسی توش دست ببره. اگه شما اجازه بدی هر کسی همه جای خونت بره، پس معلومه که آدمی هستی عقل درست کار نمیکنه. شما چند تا دوست داری؟ مثلا فرض کن 100 تا دوست داری، درسته؟ درست. شما وقتی دوستا میان مهمونی خونتون، همه جای خونتو میتونن برن بگردن؟ میتونن؟ آخه خیلی چیزا رو با یه چیزای دیگه مقایسه. نه دارم مقایسه دارم وجود شما رو با یه خونه مقایسه. من اینکه نمیتونی با خونم مقایسه. چرا؟ وجود تو دارم با خونت مقایسه میکنم. خب وجود شما من یه چیزی که با هیچ چیزی مقایسه نمیشه. ببین شعر باز شده دیگه نمیتونی ببندیش. شعر کودک نمیخوام بگم، میگم باز نکن بیخودی. میگم شعر کودک وقتی بشه، وقتی یه احساسی واسات بیاد بازه، دیگه چیکار میخوای بکنی؟ اون ضعف تو از من. احساس در مورد خودت دیگه من باور نمیکنم. وقتی قلبتو دادی دیگه بروز جان. که ببین گوش نمیدی. چه قصه میگی وسط حرف من؟ من دارم یه مسئله خیلی مهمی رو دارم میگم. شما ازم پرسی چیکار کنیم، من دارم میگم چیکار کنیم. شما وقتی میاد تو خونت، مهمونت میاد تو خونت، همه جا نمیتونه بره. چرا؟ خونه شما با ارزش تر یا قلبت با ارزش تر؟ کدومش؟ قلبم. خیلی خوب.
شما که خونت که از قلبت خیلی کم ارزش داره که اجازه نمیدی همه جا برن، چطور به قلبت اجازه میدی همه جا برن؟ پس در نتیجه باید بدونی که شما ضعفت در مدیریت شخصیت و وجود و رابطه خود با دیگران هستش. اگر من که بخوام بیام تو خونه شما، هر چقدرم آقای خوبی باشم یا خانم خوبی باشم، وقتی میام خونه شما اتاق پذیرایی شما در اختیار منه، یخچالتم اگه خیلی باید صمیمی باشم میتونم برم نگاه بکنم، اگه نمیدونم فرام، ولی خیلی جاها تو خونه شما هست که اصلا من نمیتونم برم، قفل داره نمیتونم برم توش به عنوان بهترین دوستتم باشم. شما وقتی خونه، حالا قلب شما هزار مرتبه از این خونه با ارزش تره، چطور میتونی وقتی با یه مردی حالا موهاش خوشگله یا قشنگ خنده میکنه یا سکسش خیلی قویه، حالا باشه، یا پسر خیلی آقا و خوبیه، خب باشه، بیا در این محدوده نگهش دار تا اونجایی که میتونی ازش لذت ببر و تا اونجایی که میتونی بهش حال بده، بذار اونم لذت ببره. ولی اگر فهمیدی که این آدم ناجوری هست، باید این آدم در فاصله از تو باشه که وقتی میخواد بره زندگی شما تیکه و پاره نشه. اگه اینو یاد بگیری، اصلا مهم نیست که طرف مقابلت آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده. من این همه دختر در مورد مردم باید همین چیز یاد بگیریم، باید حرف قشنگی خدا رو در مورد زنان باید یاد بگیریم، در مورد تمام موجودات باید یاد بگیریم. شما وقتی میخوای یه توتی خوشگل رو بری جلوش، مگه مواظب نیستی که نباید توک بزنه دستتو جر بده؟ خیلی خوب، چون اون توتیه که میبینی که بغل صاحبش نشسته، روشونه صاحبش نشسته، چشم صاحبش هم در نمیاره، چهار نفر دیگه هم دارن دست بهش میزنن، اون گاز نمیگیره، با این حال هنوز شما میخوای دستو بری جلو، مواظبی که این نکنه این یکی بزنه منو. خب مواظبی، شما وقتی با یه آقای هم دوست میشی باید همیشه این مواظب باشه که این نکنه پدر من در بیاره. پس فاصله تو طوری نگه میداری که این آقا وقتی سکسشو با شما انجام داد و بعد فهمیدی این زن داره، بگه آقا گور بابات خداحافظ. خب ضمناً اون آقا هم باید مواظب باشه که با شما فاصلهشو طوری نگه داره که بفهمه که شما مثلا فرض کن کارمند یک گروه مثلا دزدی کردیت کارت هستی، راحت بکشه عقب. کارمند یک گروه مواد مخدر هستی، با 4 تا هوکر سر کار داری، راحت بکشه عقب. تا موقعی که همه چی خوبه خوب باشی، تا موقعی که همه چی خوب نیست درسته، ولی تا وقتی بفهمی انقدر روحیات و احساست خراب شده که وقتی بخوای اون ریپر کنی یه قلم طول می‌کشه. پای مال دختر 14 سال است. وقتی شما 14 سالته اینطوری هستی، حتی 70 سالم بابا مردم، خب آخه مردم که تنشون بزرگ میشه، مغزشون که بزرگ نمیشه. شما داری میگی چیکار کنیم؟ مثل که مثلا من از من میپرسی که آقا من میخوام، شما از این دیوار میخوای بری بالا چیکار بکنیم؟ میگم خب باید ورزش کنی قوی بشه دست تو بتونی از این دیوار بری بالا. شما میگی آخه بعضی هستن واقعا زور ندارن. خب نداشته باشن، به جهنم نرن از این دیوار بالا. شما داری یه سوالی از من میپرسی که یاد گرفتنش قدرت میخواد. همه آدما که قدرت ندارن پس له میشن. این همه آدم پولدارن، این همه آدم حمالن، مثل گاو و خر دارن واسه این پولدارا کار میکنن. خب به خاطر اینکه اونا ضعیفن، سواد ندارن، تحصیلات ندارن، شرایط ندارن، مجبورن حمال اون پول داره بشن. حالا همه که نباید همه یه جور بشن. شما میخوای اگه واسه پول داره حمالی نکنی، راههایی داره، باید مدرسه بری، این کنی، این کنی. حالا بعضیا نمیتونن، خب به جهنم وایسن، کارگر ساده صدوداری بشن. میدونی شما راه حل میخوای، دلیل برای نیست که این راه حل همه اجرا بکنن. بله، خوشحالم از اینکه بالاخره با شما صحبت میکنیم. مطلب دیگه اگه داشته باشین ما در خدمتتون هستیم. نه دیگه همین بود، تا انشالله برنامه بعدی. خیلی محبت کردیم، من ازتون ممنونم دوستان عزیز. خیلی خستت کردم بهتون. نه من کارمه. شما اگه نگاه کنیم من 800 تا برنامه داشتم عین همین زر زدم. آخ دونه، این حرفای خیلی قشنگ میزنی، همش هم درسته. مرسی، ممنون از محبتت. انقدر که شما منطقی گوش میدی، گاهی اوقات خیلی شیطونی میکنی، ولی منطقی، خیلی منطقت قویه. برای که من فهمیدم شما رو، میدونم که شما قلبا چجوری هستی. حالا ممکنه بازم اشتباه کنم، ولی برات گفتم که شما چجور انسانی هستی. محبت داری میگی و اون چیزی که در قلبت هست یه چیز دیگه هست. خیلی مرد با احساس و مهربون و که برات بگم مسئول و همین اینا که بهت گفتم. قربونت میرم، روزتم بخیر باشه. مرسی، قربونت، خداحافظ. بله دوستان عزیز، خانومی که زنگ زده بودن به هاتلاین پرچونه تماس گرفته بودن و هاتلاین پرچونه رو ساپورت میکنن. شما دوستان عزیزم بخواید تماس بگیرید با هاتلاین پرچونه، میتونید با این شماره تماس بگیرید، مطلبی دارید برای گفتن، چه امروز چه هر موقع دیگه، میتونید برای اون پیغام بذارید. اگه بخواید مهمان شو باشید، به هر صورت ما شرایطی رو ایجاد میکنیم که شما هزینه دقیقه $2 نپردازید و ارزونتر باشه و به هر صورت میدونید که پولایی که خرج میکنید شما در این شو، هزینه آب و برق و ایر تایم هستش، پولی نیست که قابل بهره برداری باشه. فقط یک بخشی، ذره کوچیک از این بار رو میخواستیم از دوش تلویزیون آریا و بنده برداریم و با شما شیر بکنیم. که متشکرم از اینکه دوستان با ما تماس میگیرن.
از تماسایی که در خارج از ساعت‌های شو می‌گیرید ممنون هستیم. مسائل از خصوصی هست، دوستان می‌خوان مطرح بکنن راجع به ریلیشنشیپ، راجع به روابط زن و مرد. ببین سوالایی که امروز مطرح شد همه فکر می‌کنن که چقدر محکم مثلا اینا رو می‌دونن، در حالی که وقتی اینا رو باز می‌کنی ببینید خیلی از افراد اصلا دیدشون 100% اشتباه بوده و خودشون رو به عذاب مینداختن و مسائل مختلفی که صحبت شد. شما میتونید اگر مطلبی هست میخواید بپرسید، چرا از من بپرسید؟ من که مهندس مکانیک هستم، تازه مهندسم با غلط مینویسم که هیچی، گیتار پلیر هستم و کلاسیکال راکر هستم. شما چرا از من بپرسید؟ به خاطر که بنده نشون دادم که با این روش هایی که دارم برای زندگی خودم موفق ترین بودم، زندگی من لذت بخش ترین، آرام ترین، بی درد سر ترین تا اونجا که ممکن بوده. بی درد سر ترین منظورش اینه که نیست که 100% بی درد سر بوده، ولی تا اونجا که ممکن بوده بی درد سر ترین، کمترین سوء استفاده از من اجازه دادم بشه به خاطر اینکه بیشترین حواسم جمع بوده. و شما میخواد میتونید نظر شخصی من بپرسید، بنده نظر شخصی رو به شما میگم در هاتلاین پرچونه. و برای تمام دوستانی که ما زنگ میزنن و زدن این مطلب رو من گفتم، ضمناً تشویقتون میکنم هر مطلبی از من شنیدید حتما ضبط بکنید و با روانشناسا که خیلی بهشون اعتقاد دارید ولی جرئت ندارن که این مسئله با شما مطرح بکنن، حداقل در میون بذارید که چون اونا وظیفه دارن، قول دادن، قول شرف دادن، کاغذم امضا کردن، مدرکشون رو گرفتن، دکتر روانشناس شدن، وظیفه دارن هر چیزی که سلامت روحی جامعه رو به خطر میندازه به ارگانهایی که مسئولیتش رو دارن گزارش بدن و اونها باید این کارو بکنن. اگه شما بهشون زنگ زدید یا گفتین که آقای دکتر، خانم دکتر، این پسره عقده‌ایه که گیتاریسته، مهندسم بلد نیست بنویسه، این هم چیزی گفته، و شما چرا چیزی نمیگه؟ اگر چیزی نگفت بدونید من راست گفتم، چون از خداشونه که بگن. الو، خیلی ممنون به هاتلاین پرچونه زنگ زدین، میتونم شما رو بزنم رو ایر؟ گوشی خدمتتون. بفرمایید. مرسی به هاتلاین پرچونه زنگ زدید، با بهروز رویر هستیم. من هفته پیش زنگ زدم، نمیدونم یادتون یا نه، بعد گفتیم یک شنبه نداشتیم، من هفته بانم، ولی خب گفتیم شنبه تماس بگیر. ما نتونه شما, شما همون خانومی هستین که آخرین آخرین دقایق زنگ زده بودین؟ بله. خب ما گذاشتیم که مردهای خیانتکار خواست تجویز صحبت کنیم، مردهای خیانتکار. حالا یادم اومد، اولا که ما شما رو قطع نکردیم، ما از خودمونه شما زنگ زدیم با هاتلاین ما دقیقه $2 پول بدیم، ما که قطع نمی کنیم، ساعت برنامه تموم شده بود. ولی خوب شد شما زنگ زدین دوباره. بله بذار ما اینو، آره بحث اون قطع شد از اینجا که گفتیم که مردها همه شو خیانت کنن، یعنی 99% و نیمشون خیانت کنن، شما میگین نه. من فکر کنم مثلا 98%شون خیانت کنن. خب آره دیگه، اکثرشون خیانت کنن و همیشه میخوان همه چیو با هم داشته. ببین یه چیز راجع به خیانت بهت بگم، حالا ممکنه شما اسم بذاری خیانت، ولی مردا تا اونجایی که مجبور نباشن دست و پای خودشون رو جمع نمی کنن. یه زن مردی که عاشق زنش هم باشه وقتی یه دختر خیلی خوشگلی داره بهش پا میده، این گوشه کنار بد نمیاد، بعدش نمیاد آن ده ساید یه صفایی بکنه. این حالا اسمش میخواد بذاره خیانت، این حالتی هست که مردا نمیذارن. وفاداری مردا به اندازه آپشنشونه. خب یعنی وجود هم ندارن، یعنی کسی که این همه دوستشون داره وقتی که تصمیم گرفته باش زندگی کنه و تا آخر اون باش باشه، گفتم هم بازم میمونم و خیلی هم بهش محبت میکنه، همه چی برزیده میکنه، این پس وجود هم هستن علاوه بر خیانت کار که میان این کار رو میکنن. خب آخه میدونی چیز قشنگ گفتی، وجدان نیست، بعد که اگر قرار بود بی وجدان بودن عشقشون رو با اون شخصی که باش هستن خراب میکردن. اینا وجدانه رو داره، اون طرف هم دوست داره، ولی یه دمی خمره هم اینجا میزنه. خیلی هم زنایی بودن بسیار زیاد که مثلا فرض کن شوهر داره، شوهرش هم دوست داره، بچه هاش هم خیلی دوست داره، ولی یه دوست پسر گردن کلفتی یه گوشه کنار داره گاهی اوقات لذت میبره ازش. اون بی وجدانی نیست، بلکه طرف فقط یه مقدار در واقع تعهدش رو زیر پای خودش گذاشته و خیانت داره میکنه. خب
ولی مثلا این درصدش زنا شاید مثلا از هر صد تا مرد 98 این کار میکنن، ولی از هر صد تا زن 8 این کار میکنن. نه اینو من قبول ندارم. من فکر میکنم که تقریبا این، حالا ممکنه بگی زنها کمتر، قبول دارم زنها کمتر هستن، ولی زنها علت این که کمتر، اینقدر کمتر دیده میشه این قضیه، اینه که زنها روش بازیشون فرق میکنه. زنها مثل گربه عمل میکنن، مردم مثل سگ. دیدی فرقش رو؟ سگه میخواد از اینجا بره تو خیابون، میزنه سلاشخال میندازه، پنکر میندازه، یه پارس میکنه به گربه همسایه، همه میفهمن که این رفته تا سر خیابون. ولی گربه شما وقتی 25 دفعه از خونه بره بیرون و برگرده، شما نمیفهمی این رفته اون یا اومده. زنا اینجوری هم، مثلا طرف زنه که وقتی میره پیش دوست پسرش خیلی بی سر صدا میره و اینا، شوهرش هم میگیره و آرایشش هم میکنه و برمیگرده. ولی مرده که میره پیش دوست دخترش، یقش قرمز میشه، نمیدونم مو میونه رو لباسش، رو جلب دختره میفته تو ماشینش، هزار یک جور در... مثل سگ و گربن، میدونی این داستان. ولی من قبول دارم که زنا رو، اون زنی که تو زندگی هستش با اون مرد، زن خیلی موجود لطیفیه، یعنی موجودش خیلی لطیفه. مرد میتونه شاید با دو تا کلمه یک کاری بکنی که اون اصلا فکر خیانت به سرش نزنه. مثلا وقتی اون ناراحته، شاید با دو تا کلمه خیلی خوب بتونه یک کاری بکنی که تمام ناراحتیش از بین بره. ولی مردا اینقدر خودخواهن و همه چیز فکر خودشونه، به خاطر خودشونه، که حتی اصلا دقیق میکنن، بدرفتاری هم میکنن، فکر میکنن که مثلا هرچی بدرفتاری بکنی با زنه، این بیشتر مثلا به تو نیازمند میشه. شما تا حالا چند تا مرد این برخورد کردی قضیه رو؟ من خودم برخورد نکردم، ولی دیدم، خیلی دیدم. با وقت شما چی رو دیدی؟ دیدم که مثلا بهش تو سخترش میگفتش که من مثلا ناراحت میشم، به من اینطوری بگو، من اخلاق عوض میشه، اون ناراحتی اون لحظه دل من میره. اصلا اول خودخواه بود که حتی به خودش نمیخواد زحمت بده که اصلا آدم دو تا کلمه رو بهش بگه. مثلا یعنی شما در خلوت یعنی شما در خلوت اون خانم آقا حاضر بودی حرفایی که رد و بدل شد شنیدی؟ ولی برام تعریف می‌کرد. آفرین. اینجا اونجاییه که حواست رو باید جمع بکنی. هر کسی وقتی میخواد تعریف بکنه، یک تنه به قاضی رفتن راحته. هر کسی که میخواد تعریف بکنه، مشکلات بلیم و سرزنش رو میندازه سر طرف مقابل. واقعا شما نمیدونی که بین این دو نفر چی گفته شده، مرده چی گفته، زنه چی گفته، اینا که شما نشیدی. طرف عدید خودش گفته، شما هم به خاطر اینکه خب خانم هستی، اونم خانومه، طرف دادی به خانومه. این واقعا شما نمیدونی که چی گفته شده و چه مسائلی مطرح شده. بلی ببینید، مثلا فرض کنید که یه خانواده بچه دار میشن، زنشون بچه دار میشن، مرده اصلا نمیخواد زحمت به خودش بده، شب بچه گریه میکنه، زنه باید پاشه اینو بغل کنه، من کهنش رو زنه باید همیشه عوض کنه، همون باید زن ببره اینو. مرد اصلا نمیخواد، چون یه کار میره بیرون کار میکنه، میاد خونه، دیگه هیچ مسئولیتی اصلا در قبال اون بچه نمیخواد داشته باشه. اگه قرار باشه هیچ مسئولیت در مورد اون بچه نخواد داشته باشه، که پوست کلاچ میکنن، اولا دولتی، ثانیا که اون زن باش زندگی نخواهد کرد. شما از کجا؟ منظورم اینه که فقط با بچه بازی میکنه، شاید تو کلاچ میکنه، میزنه و خرج معلومه. راست میگی، به خاطر که بچه آرزوی مرد نیست، بچه آرزوی زنه. اگه دقت کنی دخترها اکثرا عروسک بازی میکنن، مردا ماشین بازی، بچه‌ها ماشین بازی میکنن، پسرها. چرا؟ به خاطر که اون آرزوی زن است که بچه داشته باشه، مردی که دوست نداره که. خب پس ببین، چرا یه موقع خیلی ازدواج به طلاق ختم میشه؟ به خاطر اینکه خانم بچه‌دار نمیشه، آقا بچه میخواسته. بازم بخوادم بچه‌ام بخواد، راست میگی، بچه‌ام بخواد، بازم رفتارش با بچه رفتار زنونه نیست. زن کارهایی که با بچه میکنه یه چیز دیگه است، مرد کارهایی که با بچه میکنه یه چیز دیگه است. خب معلومه ما مردا دوست نداریم اون کارهایی که شما با زن و بچه میکنید و انجام بدیم. اون کارهای زنونه است، اون قسمت زنونه ای کار، این طبیعیه. این چیزی نیست که مثلا مرد بیاد کنه عوض بکنه به خاطر اینکه میخواد شریک زندگی باشه. چه اشکال داره بچه‌ها
بچه‌مونم هست. اشکالی نداره. سیستمش نیست. سیستم یه سری کارهای زنونه است که فیمیل اتیتوده، یه سری کارهای مردونه. مثلا فرض کن اگه قرار بشه که شما دست بچه‌ت گرفتی تو خیابون، یه نفر کج نگاش بکنه، اون مرده اون مرده رو جرش میده تو خیابون. دیگه کار مردونه است. این حفاظت از خانواده‌شه. ولی در نصف شب میخواد کنه بچه رو عوض کنه، کار شماست باید بلنشی عوض کنید، چون کار زنونه است، مادرش باید این کارو بکنه. هر کدوم اینا به جای مادری ببخشید آقا برخوشون ها، ولی مثلا فرض کن مادره اونم داره کار میکنه، مثل مرده اونم داره کار میکنه، همونقدر هم تو خونه داره زحمت میکشه، هم داره بیرون کار میکنه، آقا هم داره بیرون کار میکنه، اون دختره هم اون کنار داره برای خودش، فقط هم میاد میخوره و میخواب و طلبا داره که خانمه پاشه، بچهش هم گریه میکنه، خانمه پاشه، این کار کاملا خب حالا چرا با همچین با همچین آدم عوضی اصلا چرا باید زندگی کرد؟ من نمیفهمم. نه ولی کلا دارم میگم این رفتار مردا اینطوری نمیشه، اینجوری نمیشه. ببین عزیز من، اینجوری که نمیشه حرف بزنی. شما یه مطلبی رو که میگی، این مطلب رو ما باید معلوم بکنیم چی هست، بعد ادامه میدیم با همدیگه چیزای دیگر میگیم. میگم که مردا خیلی خودخواهن، یعنی اون چیزی که خودشون میخوان باید همیشه داشته باشن، بعد اون علاقه هم دارن میخوان ادامه بدن و زندگیشون میخوان داشته باشن. زن هم خودخواهن، زنها از مردها خیلی خودخواهترن. شما اگر به عنوان یه زن اگه خودخواه نباشی، چرا از مردی که خوش تیپ و خوشگل و سکسی نیست نمیری باش بیرون؟ من عرض کردم که اگه شما رو که من نمیشستم که هستی، به طور یه زن شما میگی مرد خودخواه هستن، من قبول دارم 100%. زن هم همونقدر و بیشتر هم خودخواه هستن. چرا؟ چون شما وقتی که میگی که من خودخواه نیستم، پس یه آدم، یعنی من به فکر دیگرانم، به فکر خودم اول نیستم، درسته؟ درسته. خیلی خوب، پس وقتی یه آدمی که میاد به شما میگه مثلا بیا دوست دختر من بشو، سکسی هم نیست، جذاب هم نیست، خوشگل هم نیست، قدش هم کوتاست، چرا بگی نه؟ ببینی خودخواه بودن به این معنی نیست که آن را خوش فدای همه بکنه. خودخواه بودن به این معنی است که اول یه کاری نکنی به خاطر خودت که به دیگران ضربه بخوره. به نظر من خودخواه بودن یعنی این، یعنی این که خودت باشی، خودت یه کاری نکنی نه به خودت ضربه بخوره نه به دیگران. خیلی خوب، حالا یه آدمی هست، یه آدمی ممکنه باشه که اومده از شما خوشش میاد، بولم داره، ولی مثلا حالا فرض کن صورتش خوشگل نیست، خب دیگه آن دیگه ضربه بشه. اگه آدم خوبی باشه باید واقعا ضربه نمیخوره. بس ببین، پس یه جایی باید خوب باشه، یه جایی باید واسه شما فایده داشته باشه تا میرید بری جلو. این مسئله خودخواهی، پس میریم خودخواهی رو بذار کنار، ما هممون خودخواه هستیم. ولی این که شما میگی چرا بلند اون گریه میکنه، بلند نمیشه پستونک دهنش بذاره، این کار زنه که بلند بشه پستونک بچه دهن بچه بذاره. مادر بچه رو نگه میداره، این کار زنونه است و به خاطر همین هم هستی که زن بچه میخواد داشته باشه، چون میخواد از کردن این کارا لذت ببره. دیگه نمیشه که بگه مرد بلند پستونک دهن بچه بذاره زن بخوابه، نمیشه. مرد کارهای دیگر انجام میده که کار مردونه است. اگه میخوای حرف سنتی بزنی، بله، مرد بیرون کار رو انجام میده، زنم بچه رو نگه میداره. اگه میخوای حرف غیر سنتی بزنی، میمید سر تساوی زن و مرد بخوای برسی، اون وقت دیگه موضوع بچه زاییدن تو قضیه تساوی زن و مرد جا نمیگیره. کار زنونه بچه شیر دادن، بچه بزرگ کردن، بچه زاییدن، بچه تمیز کردن، اینا کارهای زناست، باید زن انجام بده. چرا؟ چون کار زن که مثلا فرض کنیم مثلا یه زنی که بیرون هم داره کار میکنه، خب این سنتی رو قبلا زنه که بیرون کار نمیکرده میشه سنگ کار میکرد، بعد مردی که مثلا زنش داره بیرون هم کار میکنه این خودش و توقع داره که تمام کارهای زنه هم خانومه انجام بده، درسته این کارا نگه داری بچه و اینا معمولا همیشه از اول که بوده مادر بزرگ سر این کسافت کاری بچه جمع میکرده، ولی وقتی که الان جامعه اینطوری شده که خانم هم داره کار میکنه، چرا اون کمک نکنه؟ وقتی خانم داره کار آقا رو انجام میده مثل اون داره کار میکنه، چرا آقا کار خانم رو انجام نده؟ هیچ بعیدی نیست، هیچ چی میگم دلیلی نداره، باید آدم کمک بکنه. در اینکه یک آدمی هرگز کمک نمیکنه، این یه چیزی دیگه است که باید با آدم سوال کنه، شما چرا هرگز کمک نمیکنی؟ هیچم من ناراحت بعدم بعد نمیدونم شما مثلا یه دفعه شما لباس بچه کثیف کرده شما عوض بکنی، ولی عموما این کار مردا نیست و
شما باید اینو بدونی که توقعاتی از مرد باید داشته باشی که توقعات مردون است. حالا اگه این مرد دوست دخترم داره میگیره یا مرد خیانتکاره، این قضیه رو با اینکه چرا کنه بچه رو عوض نمیکنی نباید قاطی کرد. ولی خب میگم مردا همیشه دوست دارن که کارهایی که خودشون دوست دارن انجام بدن و اصلا توجه نمی‌کنن که مثلا زنه چی میخواد و چجوری. خب حالا که دقت کردی هرچی من میگم تو آخرش میگی ولی، حالا بزن برعکس بگم، برعکس هم در مورد زنها صدق میکنه. زنها هم دوستان همه کارهای خودشون دوست دارن انجام بدن و کارهای مرد دخالت نکنن، کارهایی که مرد دوست داره بکنن نکنن. مثلا فرض کن مرد میخواد بره فوتبال و خونه مهمونی هست، مرده حق نداره بره فوتبال یا فوتبال نگاه کنه در حالی که خونه مهمونی هست، این باید باشه تو خونه مهمونی. یا مثلا فرض کن مرده علاقه داره به داشتن مثلا فرض کن قایق موتوری یا جت اسکی، اگر قرار باشه که وسایل خونه و دکوراسیون خونه هنوز درست نشده باشه، این پول اگه مرده برداره خرج جت اسکی یا توپ بسکتبال یا گالف کلاب بکنه، اون زن شلوار اون مرد به کلش میکشه، میگه اول باید خونه رو درست کنیم. چرا؟ چون اون کاری که مرد میخواد در وهله دومه. اینم زنام همینو میگن. آخه ببینید دوم اونجا زندگی میکنه با اون زنه. خب زندگی بکنه، پرده جدید رو نمیخواد، پرده جدید رو دوست نه، مبل قدیمی رو هم اوکیه واسش، میگه بذار مبل قدیمی باشه، این پرده همینجوری قدیمی باشه، ولی من یه جت اسکی واسه خودم بخرم حال بکنم. چرا وقتی مثلا مبل نرم بشینم کف زمین باید بشم، حالا جت اسکی باید چی شه واقعا؟ کف زمین که خودت میدونی نیست، من منظورمون در یک حالتایی ازش که ببین، شما میگی خودخواه، ما همه آدما خودخواه هستیم، همه آدما دوست داریم کارهای خودمون اول انجام بدیم بعد به دیگری برسیم. زنا هم به همین، مردا هم همین، منتها فرمول مردای خود با زنا فرق میکنه. شما فکر میکنید مرد همش تو فکر اینه که کار خودش انجام بده، شما همینطوری هستی. وقتی شما میخوای جارو برقی بکشی، خونه رو تمیز بکنی و فوتباله، دو ساعت و نیم فوتباله، شما دو ساعت و نیم بدون جارو برقی نمیشینی، یا جارو برقی روشن میکنی یا میری اتاق شروع میکنی به چه میدونم سشوار زدن، یا میری اونجا ظرفا رو میشوری، تختوخ تختوخ صدا میده. چرا؟ به خاطر اینکه کار خودت باید اول بگذره، فوتباله مهم نیست. و ما زن و مردا هر دومون گناهکاریم از این قضیه و این طبیعت ماست. وقتی این کارو مثلا آقا داره فوتبال نگاه میکنه، پس خانم مثلا این کارو نکنه، اون لحظه چه میدونم مثلا جارو برقی زیاد نذاره، بعد تفاده ایران تو چند خونه رو کثیف نگه میداری و سلیقه نداری، مرده نگه هزار تا فامیل مرده میگن، یعنی میدونی چی میگم؟ از اون برم ایراد میگیره، بعد میگه چرا مزاحم آسایش منم میشی، خونه من داری تمیز میکنی، دوربر منم تمیز نگم داری، مزاحم آسایش منم نشو، هر موقع که من گفتم بیا این کار رو بکن، نمیشه. آره. واسه همینم هم هستش که عمو پرچونه همیشه میگه تا موقعی که واقعا لازم نشده که با هم ازدواج بکنید و زندگی بکنید، تا موقعی که میبینید احتیاج نیست، تا موقعی که میبینید کاری نیست که حتما باید به خاطرش اومد توی خونه زندگی کرد، هر کی برای خودش زندگی کنه، اون جارو برقیشو بزنه، اونم فوتبالش رو نگاه کنه. هر موقع لازم شد، مجبور شدین شما با هم زندگی کنین، یا که در طول سالها عشق و عاشقی به این نتیجه رسیدین که میخواین کنار هم زندگی کنین، مطمئن بشین مسئله فوتبال و جت اسکی و جارو برقی هم قبلش حل شده است. اینا همش پاور تریپه، اون نمایش دندون قدرته که زن و مرد به هم دیگه این کارا رو میکنن. اینم دلیلش اینه که به زور و بدون اینکه لازم باشه اینا مجبور شدن با هم زندگی کنن و اسمش ما میذاریم ازدواج. ولی بله، خب اینم هستش. بله خب پس این مسئله واقعا دو نفر که دوست داشته باشن کنار هم دیگه زندگی کنن هیچ مشکلی نیست. وقت جارو برقی معلومه، وقت فوتبال هم معلومه، بچه هم بدو بدو مسابقه میدن کی کی بره تمیز کنه، بچه هم ضمناً از خواب بیدار شدن و کثیف کردن این بچه 6 ماه 7 ماه 1 ساله، بقیه زندگیشون که بچه همش بیدار نمیشه نق بزنه که. یه مسئله دیگه وجود میاد، یه مسئله دیگه وجود میاد. دو نفر که دوست داشته باشن کنار هم زندگی بکنن که باید در نتیجه سالها با هم بودن و شناخت هم دیگه وجود بیاد، اونای مسائل حله. اونایی که به زور اینا رو تو حلق هم دیگه چپوندن به خاطر نجابت و بکارت و نمیدونم فلان این مسائل تو حلق هم چپوندن، اونا هستن که این مسائل دارن. ازدواج از ریشه بو گند میده که این مسائل مطرح میشه. بله اینو درست، من موافقم. مرسی، محبت داری که زنگ زدی به ما، 17 دقیقه رو خط بودی، 34 5 دلار خرجت شده دیگه. من خیلی با برنامه‌تون اینجا می‌کنم، خیلی لذت می‌برم و خیلی خوشحالم که تونستم تماس بگیرم و
بس خوبی داشتیم. مرسی قربون برم، مرسی که زنگ زدی، خدا نگهدار. خب دوستان میتونیم بریم یه آگهی ببینیم، من یک لیوان آب بخورم، میشه آگهی ببینیم؟ بله بریم آگهی ها رو ببینیم و دوستانی که بخوان زنگ بزنن به شوی پرچونه، بخوان رو ایر بیان، هاتلاین پرچونه 712-432-4242 هستش که شما میتونید زنگ بزنید. رو کرید کارتون دقیقه $2 هزینه این تماس هستش. مثل خانومی که اسپانسر شدن این هاتلاین و ساعتی با ما رو خط بودن و ازشون متشکریم. و تلفن های بعدی هم به هر صورت باز هست رو هاتلاین. شوی پرچونه محلی است که شما حرف بزنید با میلیون ها نفر از هموطنانتون و برای شما دقیقه $2 خرجش هست، برای تلویزیون ساعتی $500 خرجش هست و شما یه گوشه ایش رو برسا تقبل میکنید. آگه یار میبینیم برمیگردیم. رو اریم. بله دوستان عزیز، دوشنبه شب ها ساعت 8 شب برنامه واریته هست که دوستمون آقای سیاوش رهبری برنامه رو اجرا میکنن. برنامه رو نگاه کنید و برسا کامنتاتون رو بدید. سوژه های ما تو شوی پرچونه سوژه آزاد بوده امروز که ما یک کالر داشتیم که اسپانسر هاتلاین اونم شدن برای ساعتی، ازتون متشکریم. هاتلاین پرچونه 712-432-4242 باز هست برای دوستانی که بخوان تماس بگیرن و کامنتی داشته باشن که رو ایر بره. باید راجب اینترنت ادورتایزینگ امروزه رو اینترنت بیزنس های بزرگ جهان و همچنین بیزنس های کوچک جهان که به هم دیگه مربوط هم هستن در حال تبادل بیلیون ها دلار پول روزانه روی اینترنت هستن و این بیزنس هست برای تمام کسانی که حاضرن، چه کسی که روزی $50 پول در میاره و چه کسی که روزی $50 میلیون پول جابجا میکنه روی اینترنت هستن و شما میتونید شرکت بکنید. حتما خیلی از دوستا هستن که با اینترنت ناآشنا هستن و ضمناً با اینترنت ادورتایزینگ و تبلیغات روی اینترنت خیلی بیشتر خیلی غریبه‌تر هستن که نمیدونن چجوری انجام میشه. به این ترتیب هستش که خب روش‌های مختلفی از یلو پیج ها هستن، این هست اون هست. یکی از چیزهای مهمش اپتیمیزیشن. اپتیمیزیشن یعنی بهینه کردن. شما وبسایتتون و بیزنستون میاد به صفحه اول سرچ انجین. تمام کسایی که میخوان، فرض که شما ریل استیت بروکر هستید، تمام کسایی که میخوان از شما خونه بخرن که شما رو که نمیشناسن، یا اونایی که شما رو میشناسن خب به شما زنگ میزنن دیگه، نمیرن وبسایت شما رو ببینن، یا مثلا بهش زنگ میزنن میگی برو وبسایت من نگاه کن، یه خونه اونجا هست نگاه کن. خب بله، ولی این آدم شما رو قبلا پیدا کرده. هزاران نفر هستن که ممکنه در محدوده‌ای که شما بتونید بهشون سرویس بدین باشن و شما رو نشناسن و شاید شما سرویسی داشته باشید که بتونید بدید و کامپتیتیو باشه و بتونه از رقباتون پیشی بگیره، از همکارانتون. به این ترتیب شما باید خودتون بنا بشناسونید. مردم خیلی عادت کردن این روزها که برن سر اینترنت، به خصوص نسل جوان و میانسال اکثر کاراشو رو اینترنت داره انجام میده. بارها شده که من میخواستم برم فرض کن رستوران پیتزا مثلا میخواستم بخرم، ولی گفتم حالا این سر کوچه‌م که پیتزا هات، اونورم یه دامینوز ببینیم دیگه چی هست، زدیم پیتزا. خب پیتزا میاد، هزار تا پیتزا فروشی میاد. شما فرض کن میخوای فرش بفروشی، میخوای فرش بخری، شما دو تا فرش فروش میشناسی، رفتی یه چیزی خریدی و یا میخوای بخری، اون گفته $3,000، اون گفته $3,500، میگی ببینم چه خبره، رو گوگل میزنی فرش ایرانی، پرژن راک، پرژن فرش، فارسی بزن فرش هستن. بعد ده ها فرش فروش، دلال فرش، رفوگر فرش، تعمیرگاه فرش، شستشوی فرش میاد بالا و شما یه هایی واردی دنیا میشه که نمیدونستی واقعا این همه فرش فروش و بیزنس فرش در محدوده شما هست. مردم آشنا شدن و شما با عنوان یه بیزنس باید بیای تو این صحنه. شما اگر با اینترنت ناآشنا هستید و یا وبسایت نداری یا به هر نحوی، ضمن اینکه دوستان ما برای شما وبسایت درست میکنن، اصلا لازم هم نیست وبسایت داشته باشید. شما میتونید با همون شماره تلفن آفیستون در اینترنت بیاید پلوی کسایی که بزرگترین وبسایت ها رو دارن و اونا شما رو بشناسن، بهش میگن سرچ انجین اپتیمیزیشن. نمونهش کاری هست که ما رو وبسایت خود پرچونه دات کام کردیم. شما رو گوگل یا رو یاهو اگه بزنید آنلاین پرژن تی وی یا پرژن تی وی آنلاین، میبینید که پرچونه تو صفحه اول هست. همکارایی که مثل پرچونه دارن آگهی میفروشن در تلویزیون های ایرانی حداقل 500 تا هستن، ولی پرچونه صفحه اول گوگله. خب کسی که میخواد تبلیغات بکنه نگاه میکنه
دو تا سه تا چهار تا اصلا ممکنه پورتونه رو نشناسه، اصلا ندونه پورتونه کی هست. ممکنه یه کمپانی مثلا مکزیکی باشه بخواد تو پرژن کامیونیتی تبلیغ بکنه، اگه بزنه باز پورتونه میاد بالا. اون وقت میگه پورتونه که کلیک میکنه وبسایتش رو میره میبینه. شما هم همینطور، یه دنتیست، یه ریل استیت بروکر، یه ایجنت، هر کسی که شما هستید میتونید با داشتن یا هر بیزنسی که دارید، غذایی یا تراولرز یا سرویس های دیگه، میتونید بدون داشتن وبسایت صفحه اول یاهو باشید. شماره تلفنش هست 818 705 7531. حالا تو تبلیغات میبینید. میشه لطفا اون اینترنت رو پخش بکنی واسمون؟ اتاق فرمان میشه لطفا اینترنت رو واسمون پخش کنید؟ بله. این تبلیغ رو ببینید، شما تلفن رو یادداشت بکنید، بیشتر با هم صحبت میکنیم راجبش. تشریف دارن اینجا که برنامه ساعت بعد برنامه خانم سلین هست که با اون لباس خوشگلش نمیدونین میخواد چجوری هوش حواس شما رو پرت کنه. خانم‌ها همه بیان هرس بخورن، دعوا بکنن، شوهراشون هم نگاه بکنن، شوهراشون نگاه بکنن میگن اه نگاش نکن، اه یعنی چی با اون لباسش، ایش فلان، خلاص از این حرفا. وای با اون لباسش، چرا با این لباس، چه لباسی میپوشه آقای پرنگ حمید، یعنی چه این خانم با این لباسش میاد حواس آقای ما رو پرت میکنه. خب سلین جون میان به ساعت بعد با شما برنامه دارن. برای تبلیغات در اینترنت با ما تماس بگیرید، ما مسائل زیادی هست میتونیم به شما توضیح بدیم. برای گرفتن گیتار مجانی از مدرسه گیتار نیروان با شماره تلفن که تو در تبلیغات میبینید با ما تماس بگیرید. انشالله بتونیم به هر نحوی در برنامه مختلف شما رو داشته باشیم. کسانی که اسپانسر شو پورتونه بشن و تبلیغ بکنن در اینترنت ادورتایزینگ، تبلیغ قیمت خوب میگیرن. ضمن اینکه قیمت آگهی در شو پورتونه هم براشون تخفیف داده خواهد شد، یک کلیپ آگهی مجانی به شما تقدیم میشه برای کارتون با ما. زمنان یک اینترویو هم با ما خواهید داشت که اون هم اینترویو مجانی هست. اینجا میشینی بغل عمو و حرف میزنید. دوستانی که میخوان مهمان شوی پورتونه باشن و یا هاتلانی پورتونه رو ساپورت بکنن با این شماره با ما تماس بگیرید. این شماره هم برای ادورتایزینگ هست، با ما تماس بگیرید که هم بتونید مهمان پورتونه باشید مثل خانمی که رو خط بودن، یا اگر کامنتی دارید پیغام میتونید میخواید بذارید، و یا اینکه برای تبلیغات به هر نحوی. ضمن اینکه برای در پورتونه دات کام هم میتونید شوهای پورتونه رو ببینید و با ما همیشه تماس بگیرید. فیسبوک پورتونه رو ثبت نام کنید. خانم منو گرفتین اینجوری خفه میکنه، اینجوری کردم، اون هم فیسبوک پورتونه است. عضو بشید، پارتی های بسیار خوبی در راه. ببینم مسعود افتر دارک در تیرون 23 شنبه 23 مسعود افتر دارک در تیرون در اورنج کانتی در ایرواین پارتی داره. پارتی تیروم یادتون نره و بریم بچه ها رو ساپورت بکنیم. دیدار ما یک شنبه ساعت، ببخشید سه شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. خداحافظ.